سلام مجدد بچه ها، خیلی خوش اومدید به فصل دوم. میخواییم فصل دوم رو هم پیوست بزنیم به فصل اول، همچنان پرقدرت و خفن و مشتی و درجه یک. بریم شروع به پرقدرت. سلام بچه، وقتتون بخیر. بریم آماده؟ خواهیم منفجر کنیم و سرعت بالا. برو بریم شروع کنیم بچه ها. در مورد تقطیر جز به جز هوای مایع احتمال 99% باید سوال داشته باشید. یه توضیح کلی من در موردش بدم، هی میگیم کلی باز جزئی توضیح میدیم. مراحل تقطیر جز به جز هوای مایع، اول از همه هوا رو از صافی عبور میدن. آقا ما میدونیم هوا 78% نیتروژن داره، تقریبا 21% اکسیژن داره دیگه، آرگون داره، چیزای مختلفی داره. اینا خیلی توش هستش. چی؟ نیتروژن، اکسیژن، آرگون. پس هوای منبع خوب واسه تهیه اینها. پس ما بریم دونه دونه اینا رو جدا کنیم. چی جوری؟ با تقطیر جز به جز هوای مایع. اول هوا رو میان از یه صافی رد میکنن تا گرد و غبار آتشخالش گرفته بشه. دوم از همه، در فشار بالا حدودا 200 اتمسفر باید بلد باشید، دمای هوا رو پیوسته کاهش میدن، مدام سردش میکنن که چه اتفاقی بیفته؟ با کاهش دما تا 0 درجه. باریکشلا بذارید من اینجوری توضیح بدم. آقا هر کیو سردش کنی، بله، بذار من روی اصلا اینجا توضیح بدم بهتر متوجه بشید. بچه این نقطه جوش آبه، این نقطه انجماد آبه. صفر و صد دیگه همه تون بلدید دیگه در مورد آب. این نقطه جوشش، این نقطه انجماده. آقا آب بالاتر از نقطه جوشش حالت فیزیکیش چیه؟ بخار. آقا این آبو من دارم بهونه میکنم تو بچسبونی به همه. هر کسی هر ترکیبی بالاتر از نقطه جوشش میشه بخار. بین نقطه جوش و انجمادش به صورت مایع و قرار داره و پایین تر از نقطه انجمادش هم جامد میشه دیگه. پس الان مثلا دما 110 درجه باشه، آب به صورت بخاره و تو اگر سردش کنی بیای پایین تر از 100 میشه مایع، و بازم سردش کنی بیای پایین تر از 0 آب یخ میزنه و میشه جامد. این مربوط به همه است. حالا ما هوا رو میخواستیم اجزاشو جدا کنیم دیگه، درسته بچه ها؟ توضیحاتشو توی صفحات قبلم آوردم، از روشم بخونید، ولی من خودم اینجا دارم توضیح میدم. هوا رو اول از همه شروع میکنن به سرد کردن. اولین کسی که جدا میشه سجاد کیه؟ آب. H2O. H2O توی چند درجه؟ تو دمای 0 درجه یخ میزنه، به شکل جامد جدا میشه. پس اولین رفیق نیمه راهمون کی شد؟ آب. به صورت جامد جدا میشه بر اساس نقطه انجمادش. بقیه ی هوا هنوز به صورت گاز موندن، نیتروژن، اکسیژن، آرگون، همه به صورت گاز هستن. دوباره سردش میکنن تا منفی 78 درجه سلسیوس. اینجا کی یخ میزنه؟ CO2. کلن این دو نفر رفیقای نیمه راه هستن. همون اول قضیه یه خورده سردش کردیم، گفتن داداش ما دیگه تاب و توان نداریم، ما رفتیم. حله، اینو داشته باش. پس این دو نفر اول از همه جدا شدن. بعد از اینکه اینها جدا شدن، یهو هوا رو سرد میکنن تا چند درجه؟ منفی 200 درجه. استاد چرا تا منفی 200 درجه؟ به خاطر سه نفر اصلی که ما هدفمون اینه جداشون کنیم. کیان سجاد؟ اکسیژن، آرگون و نیتروژن. بچه اینا رو ما باید بلد باشیم، خوب دقت کنید. اکسیژن نقطه جوشش منفی 183، آرگون منفی 186 و نیتروژن منفی 196. ما میایم دما رو تا پایین ترین دمایی که داریم چنده؟ منفی 196 بین این سه تا گاز. میایم دما رو تا یه خورده پایین تر از این منفی 196 میاریم که همشون چی بشن؟ به صورت مایع در بیان. گفتم از نقطه جوش هر کسی بیای پایین تر به صورت مایع در میاد. پس ما تا منفی 200 درجه میکنیم، همه اینا میشن مایع. اصطلاحا میگیم چی ایجاد شد؟ هوای مایع. الان یه هوایی داریم که مایع است. تو چیا وجود داره؟ نیتروژن و اکسیژن و آرگون. هلیوم نقطه جوشش خیلی پایین تره، درست. واسه اینکه اونم مایع بشه خیلی بیشتر باید گرمش سردش کنیم و اصلا ارزشی نداره.
هلیوم بچه ها ما با هلیوم اصلا کاری نداریم، چون درصدش توی هوا خیلی خیلی کمه، میگیم ولش کن هلیوم رو، میریم از یه طریق دیگه ای به دست میاریم. پس یاد باشه تو تقطیر جزء به جزء هوای مایع ما این ستا رو مایعش کردیم. هلیوم هیچگاه در تقطیر جزء به جزء هوای مایع مایع نمیشود، همچنان به صورت گاز میمونه. بگذاریم آقا الان یه هوای مایع ایجاد شد، برمیداریمش میریزیم توی کاسه، میبریمش کجا؟ میبریمش که دونه دونه اجزاشو جدا کنیم. کجا؟ توی برج تقطیر. این یه برج تقطیره بچه ها. ما این مایه رو میاریم وارد اینجا میکنیم. سجاد خوب دقت کنه، الان من گفتم هوای مایه چنده؟ منفی 200 درجه سلسیوسه. که توش چیو داره؟ نیتروژن منفی 196، آرگون منفی 86، اکسیژن منفی 183. بچه ها من الان این منفی 200 درجه اون هوای مایه رو بیام شروع کنم یه خورده گرمش کنم، گرم کردن یعنی چی؟ یعنی بالا بردن دما. من دما رو ببرم بالا، کم کم به چی میرسم؟ من نیتروژن، به نقطه جوش نیتروژن. حالا اگه یه مقدار گرم تر بازم کنم، بله، از نقطه جوش نیتروژن بزنیم بالاتر، مثلا بشه منفی 195، کی شروع میکنه به بخار شدن؟ نیتروژن. نیتروژن شروع میکنه به بخار شدن و کنده شدن از اون مایع به صورت. چرا بخار شد؟ چون رفتیم بالاتر از نقطه جوشش، همه ترکیبات بالاتر از نقطه جوششون بخار میشن. پس به خاطر همین فضای این برج تقطیر، این بالاش دما تقریبا منفی 195، که چه اتفاقی بیفته که این نیتروژن جدا بشه. پس اینجا رو نگاه کن، واسط با یه انیمیشن خوشگل جمع جور کردم. هوای مایع وارد برج تقطیر میشه، اول از همه کی جدا میشه؟ نیتروژن. به صورت بخار که در اومد میره توی کپسولی جمع میشه، کپسول رو میبندن میبرن میفروشن. حالا چی اضافه مونده اشه؟ آرگون و اکسیژن همچنان به صورت مایع هستن. بچه دوباره ما اینو گرمش میکنیم، گرمش کنیم، گرم کنیم، میرسیم به نقطه جوش آرگون. یه خوردن بیشتر گرم کنیم، کی بخار میشه این وسط ها؟ وسط برج تقطیر آرگونه که جدا میشه به شکل بخار. بخار به شکل بخار جدا میشه. میبینی این آرگونا بخار شدن، رفتن توی کپسولی جمع شدن. به به، تأثیر آموزش مجازی، میگم مجازی، انیمیشنی به این شکل است. داری میبینی همه چیزو درک میکنی. آقا آرگون رفتش، اکسیژن همچنان به صورت مایع وارد پایین برج تقطیر میشه و همون جوری هم به صورت مایع جمعش میکنن و میبرن میفروشن. مهم واسه ما حالت فیزیکی نبودا، مهم این بود که خالص بشه اون شخص. اکسیژن، نیتروژن، آرگون، همه چیز الان داریم. فقط سجاد، بله، جمله یک کتاب درسی اینه که میگه تهیه اکسیژن 100% خالص امکان پذیر نیستش. چرا؟ خب استاد نقطه جوش آرگون و اکسیژن اینها بچه‌ها، نقطه جوش آرگون و اکسیژن بچه‌ها به شدت نزدیک به هم هستش، به خاطر همین که ناخالصیایی میره توی اکسیژن، به خاطر همین تهیه اکسیژن 100% خالص امکان پذیر نیست. این سوالیه که توی خیلی از امتحانات میدن. خب این هم از اینو، بریم سراغ سوالمون. در هر جای خالی جدول به جای آها نیتروژن و اکسیژن. خب سجاد، بله، این منفی 200 شد. یکی بود میگفتم هیچ وقت مایع نمیشه هلیوم. تو تقطیر جزء به جزء هوای مایع. مرسی، این هلیوم است. برو بریم منفی 196 نیتروژن، منفی 186 آرگون، اکسیژن. سوال، برای تهیه هوای مایع دما رو تا چند درجه سلسیوس؟ تا منفی 200. حواستون باشه نگید 200. کدام گاز زودتر به مایع تبدیل می‌شود؟ وای باحاله استاد، یه لحظه، کدام زودتر به مایع تبدیل میشه؟ یعنی از بالا به پایین. آها بچه‌ها اینجوری بود، نگاه کنید، من اینور بنویسم، بالاتر از همه کی بود؟ اکسیژن منفی 183، بعد آرگون، بعد نیتروژن. بچه ها شما میخواستید هوای مایع ایجاد کنید، گفتم یه ها اینه چیکارش میکنیم؟ سردش میکنیم همه مایع بشن. اما تو این مسیر که داری میای پایین، میخوای اینا مایع بشن، کی اول مایع میشه؟ اکسیژن، بعد آرگون، بعد نیتروژن.
و برعکسش هم امکان پذیره. اینا رو برجیم اینا رو بردیم توی برج تقدیر. اول کی جدا شد؟ نیتروژن، بعد آرگون، بعد اکسیژن. میبینی همونجوری که میای همونجوری هم برمیگردی دیگه. حله؟ اینم از این. پس کی اول از همه مایه شد سجاد؟ آها، اکسیژن اول مایه میشه. کدام گاز زودتر از هوای مایه خارج میشه؟ بچه ما اینجا هوای مایه داشتیم، گرم کردیم، نیتروژن اول جدا شد. نقطه جوش آرگون رو بر حسب کلوین سجاد. بله. روش تبدیل کلوین به درجه سلسیوس سریع. کلوین مساوی تتا به اضافه 273. مرسی. گفته نقطه جوش آرگون، بلکن اینجا نگاه نکن چند بود؟ مرسی. اینجا رو می‌ذاریم منفی 183 علاوه بر 273. حساب کن، فشار نیاد. ولش کن، حساب کتاب نکن. اگه دمای هوا در منطقه ای از سطح بله. زمین برابر با 12 درجه باشد، در چه ارتفاعی از سطح زمین دمای هوا بر حسب کلوین به حدود استاد بی خیال تو رو خدا این سوالا رو تو مدرسه ما نمیدم. وایسا سختش نکن. سوال جوندار هستش یه مقداری، ولی دلیل نمیشه که ما بخوایم از پس حلش برنیاد. شاید سوال بدم بهتون از تغییر لایه ها، از مسائلش ما سوال میاریم. اگر دمای هوا در منطقه ای از سطح زمین برابر با 12 درجه باشه. سجاد خیلی جالبه، این یه منطقه ای از سطح زمینه. بله. چند درجه است؟ 12 درجه. در چه ارتفاعی از سطح زمین دمای هوا بر حسب کلوین؟ بله. بر حسب کلوین به 80 درصد دما تو سطح زمین. بله. آقا میگه دما اینجا 12. بله. چون حرف از کلوین زده، این 12 درجه رو هم شما برو تبدیلش کن به کلوین. به علاوه 273 میکنیم. حاصل 285 درجه. پس بچه ها توی سطح زمین یه جایی از 285 کلوینه. ما میخواییم یه ارتفاعی رو بریم بالا. سوال گفته تو چه ارتفاعی؟ 80 درصد. تو چه ارتفاعی از سطح زمین دمای هوا بر حسب کلوین به 80 درصد دما تو سطح زمین. پس تو اینجا میخواییم دما چقدر باشه؟ 80 درصد اینجا. خب میام 80 درصد عدد 285 رو حساب میکنم. آقا این صفره که میزنه این صفره میره. بله. برو 8 تا ضرب در 285 کنیم. 8 5 تاش که میشه 40 تا، یه 4 کنار. 8 8 تا 64 تا با اون 4 68 یه 6 کنار. 8 تا 16 تا با اون 6 22. چون یه تقسیم بر 10 هم داره صفرش هم میپره. پس اینجا 285 کلوین بوده، میخواد برسه به 228 کلوین. چند درجه کلوین کاهش داریم؟ 57. 57. ببین اختلافشو گرفت سجاد. 57 درجه کلوین میخوایم کاهش دما داشته باشیم. حالا سوال انتهاش گفته با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر دما 6 درجه کم میشه. خب وایسا یه تناسب خیلی ساده است. بله. سجاد هر یک کیلومتر چقدر درجه دما؟ 6 درجه هوا دماش کم میشه. حالا ما میخواییم چند درجه کم بشه؟ 57 درجه کم بشه. واسه اینکه 57 درجه کم بشه چند کیلومتر باید جابجا بشیم؟ یه بار دیگه، هر یک کیلومتر جابجایی 6 درجه دما رو کم میکنه. واسه اینکه 57 درجه دما کم بشه چند کیلومتر باید جابجا بشیم؟ یه طرف این وسط این میکنی ایکست میشه 57 به 6 که حساب کتابش میشه 9.5. استاد چی جوری بده؟ تو دوست داری بیا اینجوری حساب کن. 57 به 6 9 6 تا 54 تا 3 میمونه. 3 با 6 نمیره، به این یه صفر میدیم یه اشار 5 6 تا 3 تا. حله بگذاریم، برو بریم بعدی. بودو 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 سرعت بالا. اگه دمای سطح زمین برابر با 14 درجه سانتیگراد باشه، آها حرف از لایه ها اومده. بذار من یه بهونه کنم که لایه ها رو مرور کنیم. بله. لایه اولی که باید بلد باشید تروپوسفر، بعدی استراتوسفر، مزوسفر، ترموسفر. آقا سه بار تونستی پشت سر هم اینو بگی جایزه داری. تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، ترموسفر. حالا تو استوبو بزن ببین که میتونی یاره. خط آبی و خط بی سی در نمودار، ببین
این سطح، اون سطوح و لایه‌های اتمسفر دیگه، این حتما باید بلد باشی. این ببین اولین لایه نزدیک به زمینه، اما این اولین لایه نزدیک به خورشید میشه. ببین مثلا ترموسفر دورترین لایه نسبت به زمینه، اما نزدیکترین لایه به خورشید حساب میشه. خب بگذاریم، جالبه که توی این، بذارید من کیلومتر بشم بگم، از ارتفاع صفر تا تقریبا 12 کیلومتری میشه تروپوسفر، از 12 تا تقریبا 50 میشه میشه استراتوسفر، از 50 تا تقریبا 75-80 میشه مزوسفر، و بالاتر از اونم که میشه ترموسفر. حالا دما چی جوریه؟ دما توی تروپوسفر هر چقدر میری بالا کم میشه، یعنی سردتر میشه هوا، بله. کاهشیه، یعنی هر چقدر شروع میکنی از سطح زمین میری بالا، هوای خورده شروع میکنه به سرد کردن. اما توی استراتوسفر افزایشیه، یعنی دما زیاد میشه، اینجا دوباره کاهشیه، بالاتر از همه اینا هم دوباره افزایشی. پس ترتیب کاهش افزایش توی اتمسفر، کاهشی افزایشی، با کاهش شروع میشه. نمودارا رو هم نگاه کنی میبینی با کاهش شروع شده، افزایش کاهش، حتی میتونستیم یه تیکه نمودارم اضافه کنیم. خط آبی و خط بی سی، سجاد، آبی و بی سی کدوم لایه ها رو نشون میده؟ تروپوسفر، بعدی هم استراتوسفر که افزایشیه. اگر دما در نقطه B برابر با منفی 55 باشه، اصلا کدوم نقطه مهم نیستش، گفته منفی 55 درجه سلسیوس رو به کلوین تبدیل کن، هیچ توضیحی نمیدیم، کلوین مساوی است با تتا به علاوه 273، تتا رو بذار منفی 55، اگه فشار نمیاد جواب رو به دست بیاریم. درست یا نادرست بودن؟ در استراتوسفر با افزایش ارتفاع دما بیشتر میشد. استراتوسفر کدوم لایه بود؟ دومی. اولی کاهش بود، دومی افزایش. آره درسته. و تغییرات تغییرات آب و هوایی سجاد مربوط به لایه اوله، لایه اول تروپوسفر. بچه اینکه یه روز هوا ابریه، یه روز بارونی، برفی، فلان، تأثیراتیه که توی لایه تروپوسفر اتفاق میفته. از کاربردهای گاز هلیوم، فرو شردن بالونهای تبلیغاتی و ساخت لامپ‌های رشته‌ایه. چرا؟ این برای نئونه. بچه ها بالونهای تبلیغاتی، آره هلیوم سبکه، بالونای تبلیغاتی هم میتونیم واسه پر کردنش از هلیوم استفاده کنیم، اما لامپ رشته‌ای ربطی نداره، نئونه. تهیه اکسیژن 100% خالص گفتیم، چرا؟ چون نقطه جوشش با آرگون خیلی نزدیکه. تهیه آرگون از تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی مغروم به صرفه‌تر. بچه‌ها این جمله کتابه، به جای این باید چی بگی سجاد؟ به جای آرگون باید بگی هلیوم. بچه‌ها هلیوم گفتیم توی هوا درصدش خیلی خیلی کمه. نقطه جوشش هم چقدر بود؟ منفی 269. 69 بود؟ آره خیلی پایینه، اصلا ارزش نداره ما بخوایم هوا رو اینقدر سرد کنیم تا اینو استخراج کنیم، خیلی مقدارش کمه. تو کجا زیاده؟ توی اعماق زمین، توی گاز طبیعی هلیوم زیاده، تقریبا 7% 7% خیلیه، 7% حجم خیلیه. پس ما مریض نیستیم بریم از طریق تقطیر جزء به جزء هوای مایع هلیوم به دست بیاریم. مغروم به صرفه تره از چی به دست بیاریم؟ گاز طبیعی. تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی، نه تقطیر هوای مایع. اوکی؟ بله. اینم از این. دیگه بودو بریم بالا ببینم. سرعت بالا. آها این شکل مهم کتاب درسیه که ممکنه سوال بیاد، بیاد اینجا رو بررسی کنیم. بله. نکاتش هم من بگم سجاد. بله. این آتش فشانه، این آتشخالی که تولید میکنه SO2ه، اما کارخونه ها گند بیشتری میزنن. بله. به جز دارم میگم به جز SO2، یعنی SO2 هم تولید میکنن. بله. به جز SO2 NOx، یعنی این X میتونه یک باشه، میتونه دو باشه، یعنی NO میتونه تولید کنه، NO2 میتونه تولید کنه. بچه ها من سرعت سعی میکنم بالا باشه به خاطر اینکه تایم فیلم ها زیاد نباشه، منم انقدر وسواسم، دوست دارم همه چی رو توضیح بدم، تو امتحان چیزی از دستتون در نره، سر این نفسم میگیره. بریم بالا سجاد. SO2 میره بالا، اینجا تبدیل میشه به SO3. NOx هم که رفته بالا منتظر یه حرکت هایی بزنه ناقلا. NOx خودش رو در نهایت میکنه H2SO3 که یه اسید قویه. SO3 هم خودش رو میکنه H2SO4 یا سولفوریک اسید که این هم یه اسید قویه. سال 12 فصل 1 میخونید که اینا جزء اسیدهای قوی کل دنیا هستن، و این میره توی بارون
قاطی میشه به شکل بارون اسیدی میاد میریزه وسط فرق سر ما. حله؟ بله. دیگه چیز خاصی دیگه ای نداره. گفته فرمول شیمیاییشون رو بنویس. نوشتیم ساختار لوئیس اینو. آخ ساختار لوئیس SO3 رو میخواد. SO3 ساختار لوئیسش. مرور فصل اول. گرچه نباید من الان اینو حل میکردم. گوگل گروه چند 16 یکان 6 به علاوه چند تا اتم دورش داره؟ 3 تا ولی اکسیژن. بارک الله. اکسیژن و گوگل رو آدم حساب نمیکردیم اگه جزء اتم های اطراف بود. 3 بارداره؟ بارداره صد جهات باردار نیستش. تقسیم بر 2 3 سه میشه چیکار میکردیم؟ اتم مرکزی وسط سه تا خط دورش یکیشو دوگانه میکردیم. چند تا اکسیژن داریم؟ آوریک شلا سه تا دور این 6 تا الکترون، دور این 6 تا این پیوندش دوگانه است. چند تا بذاریم؟ دو جفت میذاریم. دو مورد از آسیب های بارون اسیدی بر انسان باعث سوزش چشم، باعث سوزش پوست باعث از بین رفتن بدنه اتومبیل ها انسان گفته. البته رو انسان هم تأثیری داره. آقا شما ماشینت به خاطر بارون اسیدی خراب بشه تو نمیسوزی. همون سوزشی که گفتم سوزش فلان به خاطر همین به وجود میاد. بگذاریم. این سوالو داده بودی که صفر نگیره. انرژی پرتو. آها اینو یه بهونه کنیم واسه مرور خیلی چیزای دیگه. سجاد این پرتوهاییه که به سمت زمین اومدن، اینم پرتوهاییه که برگشتن. منتها اومدن برگردن خوردن به این گازهای گلخانه‌ای که CO2 هم هستش. از روی شکلش متوجه میشیم یه اتم وسط دو تا بیسپلک قرمز بهش چسبیده. این در واقع همون CO2 هستش. اینا بهش چسبیده. اومدن این 5 تا خارج بشن، گازهای گلخانه‌ای نذاشته که به صورت کامل خارج بشن. دو تاشو نگه داشته توی اتمسفر زمین، گفته داداش بشین اینجا رو گرمش کنه. کجا رو؟ زمینو. اوکی؟ این هم از این. بچه ها خواهشن اگر این فلشه نبود سجاد، این فلشه من رنگشو بردارم بیا. فکر کنین اصلا فلشه رو ما نمیدیدیم. رنگشو برداشتم کلگیشو برداشتم. اگر این رو نداشتیم ما از کجا متوجه می شدیم که کدوم پرتو الان اومده سمت زمین کدوم برگشته؟ بچه ها به طول موج خیلی دقت کنید. این مثل یه فنر جمع شده است که فشار آوردیده. می بینید طول موجش چقدر کوچولوه؟ طول موجش کمه اما انرژیش زیاد. انرژی با طول موج رابطه عکس داشت. این به شدت انرژیش زیاده، طول موجش کمه. این یه فنر جمع شده است. میاد میخوره به زمین، میخوره به زمین، انرژیشو از دست میده، میاد برگرده، انرژیش کم، طول موجش زیاد میشه. مثل این فنری که بازش کردید. بله. حل، میخواد این برگرده، میخوره به گازهای گل. پس حواستون باشه اگر فلش ملش ندیدید از روی طول موج متوجه بشید که طرف اومده یا برگشته. مقایسه کنید با هم. دیگه بودو بریم. پرتوهای فرمول شیمیایی دیر که گفتم CO2. پرتوهای بی از چه نوعی هستن؟ فرابنفش یا فروسرخ؟ این قرمزا رو داره میگه. اینی که برگشته بچه‌ها فروسرخ. اینا فرابنفشن، اینا فروسرخن. مولکول دیگر را در هواکره نام ببرید. سجاد این دیه چی بود؟ CO2. یه گاز گلخانه یه دیگه نام ببر. مرسی. H2O. اینا جزء گازهای گلخانه‌ای ان. بچه‌ها شما بگید هر چقدر درصد این 5 تا پرتویی که اومدن خوردن به زمین، اومدن برگردن ولی نتونستن همشون برگردن. چرا؟ چون اومدن خوردن به گازهای گلخانه‌ای و مجبور شدن که بمونن توی زمین. حالا هر چقدر مقدار این گازهای گلخانه‌ای زیاد بشه، احتمال فرار کردن این پرتوها کم میشه و در نتیجه پرتوهای بیشتری توی زمین میمونن و گرمش میکنن و در نتیجه به خاطر همینه میگیم افزایش گازهای گلخانه‌ای باعث افزایش دمای جهانی میشه. اوکی؟ بله. دیگه گفته افزایش غلظت دی چطور؟ خب بچه‌ها گازهای گلخانه‌ای زیاد بشه سجاد. بله. گفتیم گازهای گلخانه‌ای زیاد بشه اینایی که خارج میشن درصدش کمتر، اما اینایی که میمونن تو زمین درصدش بیشتر میشه. برو بریم بعدی. سوال محلول سدیم اکسید در آب pH. آها در مورد اینها سوال پرسیده. بله. من میگم اکسید فلزات، این باید سوال داشته باشی. بله. اکسید فلزات خاصیت بازی
بله. اکسید ناف لذات خاصیت اسیدی. بچه یه کاغذی داریم به نام کاغذ پی اچ. کاغذ پی اچ رنگش عوض میشه توی محیط های مختلف. اگه کاغذ پی اچ رو بندازی توی محیط بازی رنگش آبی بازی آبی این یادت بمونه به اما تو محیط اسیدی بندازی اسیدیه میزنه میتره کنت سرخش میکنه. حله اینجوری تو ذهنت بمونه که یادت نره. گفته محلول سدیم اکسید Na2O اکسید چیه؟ فلزه. یه فلزه. اکسید فلزات خاصیت بازی داره. پی‌اچش بیشتر است. پی‌اچش بیشتر. استاد من پی‌اچ نمیدونم. آقا پی‌اچ 0 تا 14 هر چقدر به سمت 0 بری اسیدی. هر چقدر به سمت بازی بری هر چقدر به سمت 14 بری بازی تر هستش و وسط هم که 0 هم خونسایه 7 خونسایه. برای توصیف یه نمونه گازی افزون بر مقدار باید دما و فشار. این جز اون متن کتاب درسی که فقط باید حفظ باشه ارزشی نداره. گاز چی به جو بین واه سجاد این چیزیه که بچه ها قاطی میکنند تخاط کن. جو بی اثر اسمش هست نیتروژن. محیط بی اثر در جوشکاری گفت آرگون هلیوم آرگون. این دوتا رو قاطی نکنید بچه ها. ببین نامردم کناره هم آورده نیتروژن و آرگون تا تو سوتی بدی. محیط بی اثر در جوشکاری بوده آرگون. جو بی اثر نیتروژن. واکنش تهیه آمونیاک به روش هاور یه واکنش برگشت پذیره. یعنی در دو جهت انجام میشه. الان یه سوال مختص واکنش هاور میارم همه چیزشو میگم. در ساختار این یه سوال دیگه است که جا نبود ما آوردیم اینجا. در ساختار لوئیس کربن دی اکسید. بچا کربن دی اکسید این بود دیگه ساختار لوئیسش. گفته شمار جفت الکترون های پیوندی. سجا چند جفت پیوندی داریم؟ ببین به هر خطی که میبینید میگیم یه جفت الکترون پیوندی ها پیوند دادن دیگه. یه جفت، دو جفت، سه جفت، چهار جفت. چهار جفت. شما جفت الکترون ناپیوندی چند است؟ اینم چهار تاست. چهار با چهار برابره، نه که دو برابر باشه. به به برو. این تغییر استایدا داره زمانمونو میگیره. مزارع سویا در کشور استرالیا برای تولید این نوع ماده زیر کشت میروند. بله. پلاستیک سبزه. اینو میگم جز حفظیات من سعی کردم اینا رو هم بیارم که کسایی که هیچی از کتاب درسی نمیدونن، بلد نیستن، نخوندن، وقت نداشتن یا هر چیز دیگه ای برن امتحان این سوالا رو هم از دست ندن و 20 بگیرن دیگه. به الماس و گرافیت که هر دو از جنس گرافیت هستن آلوتروپ. ببینید آلوتروپ به شکل‌های مختلف بلوری یا مولکولی از یه عنصر میگیم آلوتروپ. بذار مثال بزنم بهتر متوجه بشی. مثلا آلوتروپ های اکسیژن. اکسیژن تو طبیعت به چه شکلی میبینیم؟ O2 میبینیم، O3 یعنی به شکل اکسیژن و اوزون میبینیم. به اینا میگیم آلوتروپ های عنصر اکسیژن. حالا آلوتروپ های عنصر کربن کیان؟ مثلا الماس، گرافیت، فولرن ها هم هستن که حالا در حد کتاب درسیتون نیست. جانداران ذره بینی این گاز موجود در هوا تثبیت واسه نیتروژن بچه تجربی بهتر میدونن. در توسعه پایدار این نوع ملاحظات وجود نداره. یه لحظه نگه دار. در توسعه پایدار چه ملاحظاتی وجود داره؟ اقتصادی. محیط زیستی اجتماعی گفتی، محیط زیست گفتی، اقتصادی و اقتصادی. مرسی. سیاسی؟ نه. حرف سیاسی؟ ممنون. محلول اکسید این عنصر پی‌هاش بزرگتر از 7 داره. پی‌هاش بزرگتر از 7 یعنی اسیدی یا بازی؟ بازی. باز می‌خوایم ما. باز فلز می‌خوایم. ما فلز می‌خوایم. اکسید فلزات خاصیت بازی ایجاد می‌کرد. بچا باریوم عضو گروه دومه. بریلیوم، منیزیم، کلسیم، استرونسیم، باریوم، رادیوم. برو بریم بعدی. سرعت بالا. فشار گاز ناشی از چیست سجاد؟ برخورد اتم ها یا مولکول ها به دیوار ظرفش. فشار ناشی از برخورد مولکول هاست با دیواره. نام ترکیبه سجاد بینش. بله. بینش بینش. این شمارش رو باید تا 10 بلد باشیم. مونو دی تری تترا پنتا هگزا هپتا اوکتا نونا دکا. یه بار دیگه سرعتی. مونو دی تری تترا پنتا هگزا هپتا اوکتا نونا دکا. مرسی. خب سجاد این یه ترکیب مولکولیه. ترکیبای مولکولی سجاد این یونی نیست. از کجا فهمیدم؟
دوتاش نافلز. دوتاش هم نافلزه. غالبا اینجوری بود که نافلزا با هم ترکیب مولکولی. واسه ترکیبات مولکولی از این اعداد استفاده میکنیم. چهار تا فسفر رو میگیم. تترافسفر. یعنی چهار تا فسفر. ده تا. دکا اکسید. Thank you. سبکترین گاز نجیب کدومه؟ هلیوم. نئون، آرگون، کریپتون، زنون، رادون، اوگانسون. یه مرور کنیم اعدادش. 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118. دانش من خب مهمترین کاربردش چیه؟ خنک کردن قطعات الکترونیکی مثل اماره، مثل دستگاه اماره. خنک کردن قطعات. دانشمندان چگونه به این نتیجه رسیدن که از 200 میلیون سال پیش تا کنون نسبت نسبت گازها یعنی چی؟ بچه ما الان میدیم 78% هوا نیتروژن، بعد 21% تقریبا اکسیژن، 1% تقریبا آرگون و بعد چیزهای دیگه. چی جوری این رو فهمیدن که از 200 میلیون سال پیش تقریبا این نسبت ثابته؟ میشنویم از سجاد. از گازهایی که توی قطبای جنوب و شمال توی یخ‌ها به دام افتاده، از هوای محبوس شده در یخ‌های قطبی. اینو خیلی باحاله، یخه محبوس شده از اون موقع مونده لابلای اینا، اینا رفتن اینو کشیدن بیرون، ترکیبش شد. الله اکبر، این همه جلال. خب یه سوال در مورد موازنه. ببین در مورد موازنه من دارم میگم، لینک هایی که در اختیارتون قرار میگیره همشو داشته باشید، حتما فالو داشته باشید که بتونید فیلم های رایگان بعدی رو هم دستتون باشه. در مورد موازنه من 3 ساعت آموزش گذاشتم. اصلا 3 ساعت موازنه درست دادی؟ آره. رگباری مثال واسط کار کردم، مثال های عجیب غریب با حال، چیزایی که بری به بقیه درس بدی. کلن یه رو با آموزش دادم، بقیهش مثال و مثال. تو شاید با نیم ساعت هم جوری یاد بگیری که بری به رفیقات یاد بدی، ولی من به خاطر اینکه تعداد مثال زیاد باشه و من وسواس هستم و دوست ندارم چیزی از زیر دستتون در بره، کامل در اختیارتون قرار دادم. اتفاقا جزء بخشای رایگانم هست، بیت ببینید و لذت ببرید. خب در مورد موازنه من میخوام صحبت کنم. سجاد یکو من میدم به این. بله. شروع میکنم. وایسا، هدف موازنه چیه؟ برابر کردن تعداد اتم های این بر اون بر. این بر یعنی واکنش دهنده، اون بر یعنی فراورده. آقا توی موازنه باید پشت سر مواد بندازی. درسته؟ چی بندازی؟ ضریب یا عدد بندازی. پس ما هدفمون تو موازنه اینه که پشت سر مواد بندازیم. چی بندازیم؟ عدد بندازیم. اگر یه ماده‌ای پشت سرش عدد دیدی بهش میگیم صاحب داره، اما اگر یه ماده‌ای پشت سرش عدد ندیدی بی صاحبه. ببین با همین یه دونه مثال میخوام همه قوانین موازنه رو واسه مرور کنم. الان این صاحب داره، ما یک رو بهش دادیم که صاحب دار شده. بله. شروع میکنیم به موازنه. من از کربن شروع میکنم. سجاد. بله. کربن بگرد ببین چند جا بی صاحبه. اینا کربن یه جا بی صاحبه. دیگه داریم؟ نه. اگر دیدی یه اتمی یه جا بی صاحب بود، این خوراک ماست، عشق میکنیم، میریم سری درستش میکنیم. ولی اگر صد جا دیدی یه اتمی دو جا یا بیشتر از دو جا بی صاحب بود، بهش دست نمیزنی، اصلا سمتش نرو، تردش کن، خودش آخر سر هدایت میشه. یعنیش بیانج آقا کربن الان یه جا بی صاحب بود، سری درستش کن. این بر یه کربن داریم، این بر یه کربن. اگه احیانا دو جا بی صاحب بود میگفتیم آقا ولش کن کربن رو، بی خیال، بریم از نفر بعدی کمک بگیریم. بله. سجاد الان نفر بعدی کیه؟ هیدروژن. هیدروژن 3 تا. این دوتا رو هم ببینی بچه. بله. هیدروژن ها رو جدا رسم کرده، جدا نوشته، ما گمش نکنیم. 5 تا داریم. بله. این برم باید بشه 5. آها بچه، هیدروژن یه جا بی صاحب، جای دیگه هیدروژن نمیبینیم. این خوراک ماست، بریم درست. بله. این بر 5 تاست، این بر چند تاست؟ 2 تا. ما این دوتا رو باید کنیم 5 تا. پس اول توضیح دادم چیجوری ما دورو کنیم 5. از کسر پندوم استفاده میکنیم، این میشه پندوم. ای استاد کسری زد بیرون، فدا سرت. هر وقت عدد کسری زد بیرون سریع فرت بزن به ترکونش. یه بار دیگه، کسری دیدی سریع فرت بزن به ترکونش. این یاد فرت رو گفتم، یادت نره. آقا کسری دیدی، واسه اینکه این مخرج دو از من ببره، همه ذرایب رو ضرب در دو کن. اینجا رو سوتی ندی، خب اینجا میشه 2. نه یا اینجا هم 2 بذاری. بگم چرا بذاری؟ تو میگی تو خب باید 2 بذاریم دیگه. آقا عددا رو ضرب در دو کن. اینجا عدد مگه میبینیم؟ اینجا 2 نذاری. چرا صاف نداری؟ به خدا میزنم خودمو. اینجا هم میشه 2، پنج دوم هم میشه 5. تا اینجا رفتیم، ادامه بدیم.
نفر بعدی که نیتروژن. نیتروژن وایس نمیدونم چند جا بی صاحبه، فقط یه جا دمشکم. دو تا نیتروژن داریم، این برام باید دو تا باشه که دو تا هست، پس بهش یه یک میدیم که اظهار کنیم این صاحب داره، تکلیفش مشخص شد. نفر آخر اکسیژنه. اکسیژن این بر نمیدونیم چند تاست، درسته. اما اون بر که میدونیم چند تاست، دو تا، چهار تا، با این پنج تا، نه تاست. اما اینجا چند تاست؟ دو تا رو چی جوری کنم؟ نه تا. از نه دوم استفاده میکنم. نه دوم. ای اصلا باز در این کلاس رو زد بیرون، بازم فدای سرته. همه رو دوباره زب در دو کن، فرت از بین میبریم. چهار، نه، چهار، ده، دو. موازن انجام شد. تقریبا ما این واکنش دوست داشتم همه نکات موازن رو بلد باشید. فقط ببین بر نگردی به من بگی استاد خب کسری ها رو نگر داریم آخر سر یه ها از بین میبریم. خیلی خیلی اشتباه میکنه هر کسی که یه چنین کاری رو بخواد کنه. توی دوره هم، توی همون موازنه که دارم میگم فیلمش هستش، برید نگاه کنید، اثبات کردم که این چه سمی ایجاد میکنه توی کارت. بگذر به معادله واکنش دو. نه، معادله واکنش دو رو کامل کن بچه. این یه واکنش حفظی که باید بلد باشید، فصل دوی دوامتون اومده. NO2 با اکسیژن هوا ترکیب میشه. سجاد بله. یه اکسیژن از این بردار بکن توی این O3 تولید میشه، خودش چی میمونه؟ NO. ای چه گازی تولید شد؟ اوزون. گاز اوزون تولید شده. به این میگن اوزون تروپوسفری، اوزون شیطانی. بچه اوزون اگه تو لایه اول تروپوسفر باشه بده، بهش میگیم اوزون شیطانی. اما تو لایه استراتوسفر لایه دوم باشه، نقش اوزون الهی میشه، میشه اوزون محافظت کننده، هم از پرتوهای پر انرژی فرابنفش خورشید ما رو در امان نگه میداره. لایه اوزون نباشه در واکنش سه دلتا به چه معناست؟ بچه این علامت دلتایی که اینجا میبینید به چه معناست؟ معناش اینه واکنش دهنده ها برای واکنش دادن باید گرم شوند. هر جمله جز این بگه غلطه. سوال اینجوری میگه علامت دلتا بدین معناست که واکنش گرماگیر است. آقا علامت دلتا هیچ ربطی به گرماگیر و گرماده بودن ند. خودم رو زدم که یادت بمونه آفردا اینو اگه اشتباه کردی یه چکی اساسی از طرف من خودتو مهمون کن. بله. در روش صنعتی برای واکنش 4 از چه کاتالیزگری استفاده میشه؟ بچه این فرایند هابر هستش که کاتالیزگرش هم آهنه، که اگه خوردش کنی براده کنی که خیلی دیگه بهتر. آخ یه جنبندی هم داشته باشیم. بله. حالت جامد رو با اس، مایع با ال، گاز با جی و محلول آبی رو با ایکشیو نشون میدیم. یکی از این علامت ها باید توی امتحانت بیاد. علامت فلش به سمت راست چه معنی داره؟ تولید میکند یا میدهد؟ اگه فلش دو طرفه دیدی یعنی واکنش برگشت پذیره، یعنی هم در جهت رفت میده هم در جهت برگشت. علامت دلتا به چه معناست؟ واکنش برای واکنش دادن یا واکنش دهنده برای انجام شدن نیاز به گرم، برای انجام دادن واکنش نیاز به گرم، باید گرم بشه. ریچ ربطی به گرماگیر و گرماده بودن نداره. اگه فشار دیدی روی فلش یعنی واکنش توی اون فشار انجام میشه. اگر دما دیدیم رو فلش یعنی واکنش تو اون دما انجام میشه. اگر یه ماده دیدی، یه عنصری دیدی، یه هر چیزی، یه ماده دیدی روی فلش، این خیلی احتمال داره بیاد. معناش چیه؟ یعنی این ماده به عنوان کاتالیزگر داره کار میکنه. حله. سوالی میمونه؟ نه. اینجا رو کامل کن. به جو بی اثر. نیتروژن. بله. نگفت. اون چی بود؟ محیط بی اثر در جوشکاری؟ آرگون. حل شدن این گاز در آب، باران، اندکی آن را اسیدی میکنه. اندکی اسیدی با اسیدی کامل فرق. آواری کلا. ببین CO2 بخوایم نخوایم میره تو هوا. این CO2 میره تو هوا H2CO3 ایجاد میکنه. این یه اسید ضعیفه. گفته حل شدن این گاز در آب در آب باران اندکی اون رو اسیدی میکنه. کیه؟ CO2. کی بود خیلی اسیدی میکرد؟ SO2 کلن NOX و اینا آخر سر میشد H2O3 و SO3 هم خودشو میکرد H2SO4. اینا بودن که اسیدهای قوی بودن. این اسید ضعیفی، بارون عادی، از اون بارونایی که آدم هوس میکنه بره زیرش قدم بزنه. خوشتون آمد. کمبود این گاز موجب
زرد شدن شعله بچه یکی از فاکتورهایی که توی سوختن نیاز داریم ما اکسیژن هستش. اگه کم باشه ناقص میسوزه، خوب باشه کامل میسوزه. شعله‌ای که ناقص باشه زرد و قرمز و این رنگا میسوزه، شعله خوشگل تر تمیز اکسیژن بالا آبی میسوزه. رنگ خوب واسه شعله آبیه. کم بوده این گاز چی شد؟ اکسیژن. منابع زیرزمینی کدوم گاز بود میگفتیم بریم از زیر زمین بیشتر تهیه کنیم؟ هلیوم بوده. توی تقطیر جزء به جزء هوای مایع کم بود. گفته حالا سوال بعدی، همه این گازهایی که تا الان دیدیم و بر اساس نقطه جوش ردیفش کن. سجاد، این CO2 همون گازی هستش که توی تقطیر جزء به جزء هوای جزء اون دو نفر دو نفر همون اول بودن، فلنگو میبستن یه خورده سردش میکردیم. باریکلا این چقدر بود؟ منفی 78 درجه سلسیوس. اندورو که حفظیم تو تقطیر جزء به جزء هوای مایع خوندیم. اکسیژن منفی 186 سه آرگون منفی 186، هلیوم هم که منفی 269 بود. هلیوم از همه بدبختر بود. به ترتیب بچین دیگه، هلیوم از همه بدبختر، بعد نیتروژن، بعد آرگون، بعد اکسیژن، بعد هم که CO2. این از این بیو برو بریم. و اما بحث جذاب فرمول نویسی و البته از نظر شما شاید گیج کننده و از اونایی که میده رو اعصابتون فکر میکنید که حفظیاته، ولی خب باید بلد باشید. ابزاری هستش که توی شیمی خیلی به دردتون میخوره. من مجموعه یونهایی که باید به بچه ها بلد باشن هم واسه کنکورشون هم واسه امتحانات رو اینجا آوردم که باید یاد بگیرید. ببین اسکاندیوم سه بار مثبت، همین الان بسپار به ذهنت. اسکاندیوم سه بار مثبت، روی دو بار مثبت، آجی یه بار مثبت، آبجی ها تکن، آجی هم تکه یه بار مثبته، کادمیوم دو بار مثبته، هیدروژن که تابلو از قبلا میدونستید هم منفی داره هم مثبت داره هم مرد داره هم زن داره، خیلی بیشوره. منفیش میشه هیدرید، مثبتش اسمش از پروتون و بقیهش هم نیاز نیستش واسه امتحاناتتون. یا ابوالفضل استاد این دیگه چیه باید حفظ باشیم؟ آقا بلدی داستان نساز. اینا که گروه اولن همه یه بار مثبتن، به علاوه یه بار مثبت هم امروز خوندیم، آبجی ها تکن، آجی یه بار مثبته، هیدروژن هم که یه بار مثبت داره. دوباره مثبت کیان؟ گروه دومی ها به علاوه کسایی که امروز خوندیم، روی، کادمیوم دیگه، سه بار مثبت ها، آلومینیوم، اسکاندیوم، اینا رو که از قبل بلد بودید. نیت رید چند باره؟ منفی سه بار. فسفید سه بار. اینا گروه 15. بعدی گروه 16 یا دوباره منفی، اسمشون چی بود؟ اکسید سولفید. گروه 17 هم که یه بار منفی به علاوه یه هیدریدی که خوندیم یه بار منفی داره. یا بلکه استاد این دیگه چیه؟ آقا همه اینا رو من از استاد کنکوریا برداشتم آوردم که همه چیزو شست و رفته و خوشگل و ترتمیز پیشم داشته باشن. ولی واسه امتحاناتتون چی رو نیاز دارید؟ یه مس رو نیاز دارید. مس چند مدل داریم؟ دو مدل داریم. مس یک، مس دو. ببین مس یک اینجا اشتباه افتاده بچه، این مس یه بار مثبت میشه مس یک، جا به جا افتاده، برعکس افتاده. مس دو هم میشه مس دو. حله؟ پس مس دو مدل داریم، یک و دو. آهن چی؟ آهن هم دو مدل داریم، دو و سه. پس مس یک و دو، آهن دو و سه. یادمون نره. به اینا میگیم فلزات چند ظرفیتی. آقا ظرف این که بگی مس خالی قبول نیست. کدوم مس که میگی باید بگی کدوم مس. مس یک دو. آهن خالی بگی من نمیپذیرم. آهن میگی باید بگی کدوم مدلشه. آهن دو، آهن سه. تو ترکیبات یونی دقت کنید اینها رو. این مجموعه یونایی که واسه کل کنکورتون نیاز دارید. منتها واسه امتحاناتتون، واسه اینکه کارتون را بیفته، من میگم چیا رو بسپارید تو ذهنتون که کارتون را بیفته. تو فصل 3 هم به دردتون میخوره. نیتریت و نیترات رو باید بلد باشید. نیتریدو که از قبل بلد بودید ولش کن، آزید نمیخواد. کربنات باید بلد باشی. آمونیوم هم بله صد البته نیازه. انهاشاره یه بار مثبت، کربنات 33 دوباره منفی، دیگه بقیه نیاز نیستش. فسفات، فسفات قطعا باید بلد باشید. پی او 4 سه بار منفی. بچه اینا دیگه همونه، هیدروژن فسفات، دیهیدروژن فسفات، از خود فسفات اومده. سجاد
به فسفات که اینه بله. یه هیدروژن بزنی، هیدروژن میزنه یه دونه از بارای منفیش رو از بین میبره. حالا اگه دو تا هیدروژن بشینه دو تا بار منفیش از بین میره، میشه یه بار منفی. بله. اسمش میشه دی هیدروژن فسفات. پس همه این از فسفات میاد. فسفات رو بلد باشی بقیه‌اش اوکیه. فسفات از پی او 4 سه بار منفی. دیگه چیو نیاز بلد باشید؟ سولفات و سولفیت. اینا رو قاطی نکنید با سولفید د. این سولفید ت، این سولفید ب، قاطی نکنید. با سولفات اشتباه گرفته نشه. از ردیف آخر هم هیچی که واسه کنکورتون بهتره که بلد باشید. آره هیدروکسین هم من از قلم انداختم. هیدروکسین هم خیلی ساده است، اوهاش یه بار منفی، اکثران هم بلدش هستیم. بریم شروع کنیم سوال. عنصر مس در ترکیب ها داره چه کاتیون هایی؟ یک و دو. آهن دو و سه. میل ترکیبی هموگلوبین خون با کدام؟ بله. سجاد توی گلبول های قرمز ما خب هموگلوبین هست دیگه. بله. هموگلوبین، هموگلوبین کارش اینه که چی رو حمل میکنه؟ اکسیژن رو حمل میکنه، میبره میرسونه به عضلات. حالا اگر ما اشتباهی CO رو تنفس کنیم، کربن مونوکسید میاد داخل بدن، هموگلوبین عاشق کربن مونوکسیده، ببینه اومده تو بدن، اکسیژن رو میندازه بیرون، میگه هموگلوبین و میگه کربن مونوکسید بیا با هم بریم دور دور. هموگلوبین با کربن مونوکسید میرن دور دور، اکسیژن میمونه وسط، کسی نیست برسونه به عضلات، به عضلات ما اکسیژن نمیرسه، عملا فلج میشیم. اینجاست که هموگلوبین خیانت میکنه به اکسیژن. هموگلوبین نباشیم. از اکسید کدام فلز برای کنترل میزان اسیدی بودن آب دریاچه ها استفاده میشه؟ چیه سجاد؟ کلسیوم اکسید یا آهک؟ کلسیوم اکسید یا آهک. این بارها تکرار خواهد شده، اینو دقت کن. کتاب میگه برای کاهش میزان اسیدی بودن. کاهش میزان اسیدی بودن از این آقا استفاده میکنیم. سجاد اگه به جای کاهش میزان اسیدی بودن بگه افزایش پهاش، بگه برای افزایش پهاش از این استفاده میکنیم، درسته؟ بچه ها درسته این توش کاهش داره این افزایش، ولی جفتش داره یه چیزو میگه. توی پی اچ بله. کاهش میزان اسیدی بودن سمت صفر اسیده دیگه. بله. هر چقدر میخوای میزان اسیدی کم بشه باید پهاشو زیاد کنی، به سمت بازی بری دیگه. حل. پس این دوتا یه مفهوم رو داره. بله. که به آهک نسبت میدن. فرمول شیمیایی نقره سولفید آجی چیه؟ آبجی ها تکن. آبجی یه بار مثبته، سولفید هم که دوباره منفیه، بارها ساده نمیشن، زبدری جا به جا بشه میشه آجی دو اس. در یک واکنش شیمیایی مجموع تعداد مول مواد ثابته؟ میتونه تغییر کنه مول. بچه ها مول مواد میتونه تغییر کنه. توی واکنش ها چیزی که ثابته تعداد اتم های سمت واکنش دهنده با تعداد اتم های سمت فراورده است. این قانون پایستگی جرم دیگه. ما قانون پایستگی الزاما مول نداریم که. مثال بهتر بزنم که قشنگتر متوجه بشید. آقا فرایند هابر ان دو به علاوه 3 تا هاش تو میدهد 2 تا ان هاش 3. اتم ها برابرن، 2 تا نیتروژن 2 تا نیتروژن، 6 تا هیدروژن 6 تا هیدروژن، اما مول ها که برابر نیستن. این بر چند مول داریم؟ 4 مول. این بر 2 مول. آیا مول ها ثابتن؟ نه، میتونه ثابتن باشه اما قانونی نداریم که حتما باید مولا ببین تغییر کرده. پس این غلط هستش. به عنوان منبع تولید برق رد پای کربن دی اکسید در استفاده از انرژی خورشید بیشتره یا گرمای زمین افتاده این پایین یا گرمای زمینه کدوم بیشتره؟ بیا من توی یه اسلاید جدولشو بیارم که قشنگ متوجه بشی. میگه کتاب این جدول رو آورده گفته واسه تولید برق میتونیم از اینا استفاده کنیم. سوغات سنگ، نفت خام، گاز، باد، گرما، انرژی خورشید. من واسه خوشگل جمع و جور کردم که کدوم بیشتر به ترتیب گند میزنه به طبیعت، CO2 بیشتری تولید میکنه. زغال بیشتر از نفت، گاز، انرژی خورشید، گرمای زمین، باد. بهترین منبع واسه تولید برق چیه؟ باده. که CO2 کمتری تولید میکنه، رد پای کربن دی اکسید رو کمتر افزایش میده. اما این تولید نمیکنه. آره ببین اینهاش باد تقریبا 1/100 که ضرب در اون دیگه میشه. حالا بگذاریم دیگه بار یونهای چی در ترکیبا مانند بار یونهای آهنه؟ نگهدار. یا
یکی میگه استاد شما کرومو نخوندیم، ساعت جا چیکار کنیم؟ مسو که خوندیم. از یکی از این دوتا باید یکشو استفاده کنیم دیگه. این دلیل نمی. ببین شما اگه یه چیزو ندونستید، قرار بر این نیستش که حتما نتونید سوال رو حل کنید. چک کنید اطلاعاتتون رو. آقا گفته بار یونای چی با آهن برابره؟ ما میدونیم مس یک و دوه. پس این نیست دیگه. اما آهن دو و سه بوده. پس اینا نمیتونن اینا. پس کروم جواب حتما. گرمای گرچه کروم جز دو و سه شیشم داره که حالا در حد کتابتون نیست. گرمای آزاد شده به ازای سوختن یه مول یه گرم هیدروژن چیتر از یه گرم بنزینه. اینو نگه میدارم. الان جدول کتاب رو واسه تون میاره. ببین الان اگر هدفم فقط حل نمونه سوال امتحانی بود، اینو میآوردم میگفتم بیشتر یا کمتر فلان. من دوست دارم هر مدل سوالی که الان شبیه این اومده باشه از اون جدول شما از پس حلش بر بیاد. به خاطر همین الان اینو یه بهونه کردم اون جدوله رو بیارم که همه چیزو با هم مرور کنیم. نگه داریم اینو، الان میارمش. بله. وجود چه گازی در هوای چالانجرها باعث تولید اوزون در این لایه میشه؟ نیتروژن دی اکسید. سجاد واکنشش چی بود؟ NO2. اوزون چجوری تولید میشد؟ اوزون تروپوسفری شیطانی. NO2 به اضافه O2 میداد. NO به علاوه اوزون. پس NO2 جوابه. در مولکول چی همه اتم‌ها وایس یکی بودش که هیچ وقت قاعده 8 رو رعایت نمی‌کرد؟ هیدروژن. این چون هیدروژن داره، خدا نگهدارش. وجود چه گازی در هوا باعث تولید باران اسیدی؟ بارون اسیدی به خاطر کی بود؟ اسیدی به خاطر این بارون عادی، بارون اشغولانه تولید میکرد. با 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 با. آها این همون جدول است که گفتم مربوط به اون جمله یه که نگهش داشتم. سجاد میگه واسه این که گرما تولید کنیم به ازای هر یه گرم از اینا میتونیم استفاده کنیم. گاز طبیعی یه گرم بسوزونیم انقدر گرما، این انقدر 143 تا گرما، این 30 تا، این 48 تا. کی از همه بیشتر گرما تولید میکنه؟ من کی؟ هیدروژن. بعد به ترتیب بودو گاز، بعد بنزین، بعد زغال سنگ. خب این ترتیبا رو من اینجا هم آوردم، گرچه پاکش کردم که بذار نکاتشو بگیم فضا داشته باشیم. از نظر آتشغالایی که تولید میکنه بهترین منبع کدومه؟ این اصلا آتشغالی تولید نمیکنه، آب تولید میکنه، عالیه. اما بقیه همشون کربن مونوکسید CO2 و H2O رو دارن. کربن مونوکسید CO2 H2O، کربن مونوکسید CO2 H2O رو تولید میکنن. این زغال سنگ علاوه بر همه اینا SO2 یا گوگر دیوکسید رو هم تولید میکنه. خیلی کثافت این دیگه، یعنی گند میزنه به طبیعت رسما. این SO2 محصول اضافیه که زغال سنگ هم این کارو انجام میده. سجاد تا اینجا همه چیز نشون میده که هیدروژن عالیه. خب ما چرا توی جیگرکی از هیدروژن استفاده نمی‌کنیم واسه تولید گرما؟ چرا؟ چون گرونه، هر کسی توان تهیه‌شو نداره، خیلی گرونه. اما اگه از نظر قیمتی خواستید مقایسه کنید، به ترتیب از سمت گرون بیام، هیدروژنه، بنزین، گاز، زغال. واسه اینکه اینا رو قاطی نکنید، بین بنزین و گاز طبیعی اکثرا آدما دوست دارن برن گاز بزنن یا بنزین بزنن. تو گاز انقدر صف شلوغه به خاطر اینکه ارزان‌تر میشه، ملت دوست دارن برن اول گاز بزنن. اینجوری توی ذهنتون بمونه راحت تره. زغال هم که واسه کبابی و فلان اینا، ملت واسه غذایی ازش استفاده میکنن. بگذاریم هر یک از ویژگی. آها یه مرور هم میشه اینجا بسیار جذاب. با سرد کردن هوا تا -78 کی جدا میشد؟ دومین رفیق نیمه را CO2، کربن دی اکسید. میتونی وصلش کنی؟ من دیگه جوابو میگم. منابع آهن کدوم گاز بودش که 7% توی منابع زیرزمینی پیدا میشد؟ هلیوم. گازی بیرنگ بیبو بسیار سمی و سبکتر از هوا. بچه کربن مونوکسیده اصلا بهش قاتل خاموش هم میگن. چرا قاتل؟ چون کشنده است. چرا خاموش؟ چون ایناش بیرنگ بیبوه. اینا اینا مهمه، سبکتر است، سبکتر است. اصلا به خاطر همین کربن مونوکسید یهو مثلا خدای نکرده تو اتاقتون پخش بشه، سری خودشون میرسونه به پذیره، هر جا باشی میاد خیرتون میگیره. فراورده سوختن زغال سنگ ولی از سوختن گاز شهری تولید نمیشه. گوگل الان گفتم زغال سنگ یه آتشخال دیگه تولید میکنه که خیلی خاصه، مختص خودش زغاله. از منیزیم اکسید برای کنترل میزان اسیدی بودن آب در کی بود واسه یه کنترل میزه؟ کلسیم اکسید بود. این بار دومه داره ذکر میشه این موضوع.
توسعه پایدار یعنی در تولید هر فرآورده کمترین هزینه از نظر اقتصادی در نظر. فقط آواری کلا توسعه پایدار هم باید اقتصادی نگاه کنیم، هم اجتماعی هم محیط زیستی. حرف سیاسی ممنوع. حله. بله. پی‌اچ محلول دینیتروژن پنتاکسیده در آب بیشتر از 7. دینیتروژن پنتاکسید یه اکسید نافلزه. باریکلا اینه دیگه اندوپن. بله. اکسید نافلزه. اکسید نافلزات خاصیت اسیدیه. اسیدی داره. پس بیشتر از 7 نیست. کمتر از 7. این چی گفته بیشتر؟ وقتی کمتر از 7 یعنی اسیدی پی‌اچ رو سرخ میکنه. حجم مولی گازها در دمای اتاق و فشار یه اتمسفر بیشتر. اینو باید چی بگه؟ این 0 درجه است که میشه شرط استاندارد. شرط STP 0 درجه و فشار یک اتمسفر برابر 22.4 لیتر هستش. حل. بله. معادله واکنش انجام شده توی فرآیند هابر. گفتم واسه هابر یه جداگونه سوال حل میکنیم. بله. N2 به علاوه 3 تا H2 میدهد 2 تا NH3 واکنش دو طرف هم هستش. یه مورد کاربرد برای فراورده تولید شده. یه کاربرد بگو سجاد واسه اینا. به عنوان کود توی کشاورزی. کود شیمیایی اضافه میشه. حل کاتالی توی حتی جنگ هم ازش استفاده میشد برای تولید مواد منفجره. اصلا کسی که اینو کشف کرد جنگ اینو کشف کرد. فرآیند هابر یه کسی بود به نام هابر. کاتالیزگر استفاده شده در این واکنش چیه؟ آهنه. یه بار گفتیم آهن هستش. فراورده واکنش رو چگونه از مخلوط جدا میکنن؟ مایع میکنن با سرد کردن کل مخلوط تا پایین تر از نقطه جوش آمونیاک. نقطه جوش آمونیاک هرچنده تا یه خورده پایین تر از اون سرد میکنن تا چی بشه؟ تا آمونیاک به صورت مایع از ظرف جدا بشه، از مخلوط جدا بشه. دیگه چرا واکنش حتی در حضور کاتالیزگر و ایجاد جرقه در شرایط معمولی انجام نمیشه؟ به خاطر نیتروژن. بچا این واکنش خیلی فیس و افاده داره، خیلی شرایط ها باید دست به دست هم بدن. به خاطر این نیتروژن است. نیتروژن پیوند سگانه داره، حالا حالا ها با هر کسی واکنش نمیده. اصلا به نیتروژن میگفتیم جوه بی اثر. حالا حالا ها با هر کسی وارد واکنش نمیشه. اصلا توی خیلی از دسته‌بندی‌ها به خصوص چیپس و پفک چی پر میکنن؟ نیتروژن. یعنی رسما 100% نیتروژن اون لابلا اشانتیون یه دونه چیپس هم انداختن داخلش به عنوان جوه بی اثر. واسه چی نیتروژن میزنن کاملا؟ چون توش اکسیژن نباشه. اکسیژن باشه ماده غذایی سریعتر فاسد میشه. آره. فساد میشه. هله بریم ادامه. دلیل حرکت از مواد استفاده از آرگون در جوشکاری. یه بار گفتیم ایجاد محیط بی اثر در جوشکاری، استفاده از هلیوم در بالون ها. چون سبک راحت بالون اوج میگیره. دقیقا باعث میشه که بالون اوج بگیره. استفاده از نیتروژن در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی. نیتروژن دیگه گفتیم الان واکنش نمیده و محیط جو بی اثر. جو بی اثر بگیم بهتره. استفاده از کپسول اکسیژن هنگام صعود بچه چرت و پرت دیگه از اون سوالی که باید سیاه کنی رسما. استفاده از کپسول اکسیژن هنگام صعود کوهنوردان به ارتفاع. چون توی ارتفاع فشار گاز کمتر میشه، مقدار اکسیژن هم کمتر میشه، مجبوریم که ما از کپسول اکسیژن استفاده کنیم. برای نگه به چه ماده اشاره میکنه؟ برای نگهداری نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی نیتروژن. از نیتروژن استفاده میشه. حل دیگه سیلیسیوم به شکل این ترکیبه. سیلیس یا SiO2 فصل 3 سال 12 اینو کامل میخونید. برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی و همچنین برای کنترل میزان اسیدی بودن آب دریاچه، دوباره همون آهک اومد وسط. کلسیم اکسید. آهن. اوکی. حله. در فرآیند هابر برای نقش کاتالیزگر آهن عنصری از گروه 18 جدول که حدود 7% حجمی مخلوط گاز طبیعی تو زیر زمین. میبینی دیگه داره همه چیز واسمون مروری میشه. Al2O3 به همراه ناخالصی که در طبیعت بود. آها. بچه‌ها اینو یاد داشته باشید. Al2O3 به علاوه یعنی به همراه ناخالصی هاش اسمش هستش بوکسیت. اگر Fe2O3 رو گفت به همراه ناخالصی ها به این میگیم هماتیت. واسه این که راحت تر توی ذهنت بمونه، آهن در لاتین هم گفته میشه. هم یعنی آهن. وقتی میگیم هماتیت
یعنی Fe2O3 به همراه ناخالصیش اینجوری راحت‌تر توی ذهنتون ماندگار می‌شود. خب یه سوال تقریبا متوسط، در یک واحد فرمولی Fe2O3 مجموع قدر مطلق بار یون‌ها برابر با 5 هستش. بچه‌ها دقت کنید. بله. Fe2O3 بار Fe چند بوده که اینجا؟ 3 بوده. آها 3 بوده. اکسیژن هم دوباره منفی. گفته مجموع قدر مطلق بارها، قدر مطلق یعنی مثبتش. بار اینجا چنده؟ مثبت 3. قدر مطلقش هم میشه 3. دوباره منفی، خب منفی 2 قدر مطلقش میشه 2. 3 با 2 5. اینم گفته برابر 5. درشته. فرمول شیمیایی پتاسیم فسفیده. پتاسیم چه ربطی به سدیم داره؟ ببین فرمولش درست نوشته ها. اگه مینوش K3P درست، منظورم اینه که این زیربند اینا رو رعایت کرده، ولی خواسته ببینه که تو حواست هستش که این پتاسیم نماد عنصر رو میشناسید یا در ترکیب یونی از عنصر شماره 12 چیه؟ سری عنصر شماره 12 منیزیم، عنصر شماره 7 نیتروژن. چی با هم میدن سجاد؟ Mg دوباره مثبت نیت. بله. نیت رید سه بار منفی. بله. با هم میدن Mg 3 N2. نسبت شماره کاتیون با آنیون سجاد توی این کاتیونش چند تا؟ 3 تا به 2. 3 دوم 1.5 درسته. آرایش الکترونی آنیون در مس یک کلورید و مس دو کلورید یکسان نیست. وایس ببینم سجاد. بله. توی مس یک کلورید مس یک. بله. اینم کلوریدش. بله. اینا با هم چی میدن؟ بذار تمرینم کرده باشیم. CuCl. بله. مثل دو کلورید چیه؟ مثل دوباره مثبت. بله. دوباره Cl منفی. اینا با هم CuCl2 میدن. بله. پس بگذاریم اینجا Cu یه بار مثبت داریم، اینجا Cu دو بار مثبت. مثل عدد اتمی چنده؟ 29. بله. اینم 29. اوکی. گفته آرایش الکترونی آنیون. آها آنیون رو گفته بچه در مثل یک کلورید و مثل دو کلورید یکسان نیست. بگو یکسانه دیگه، هر دوتاش سیل منفیه، جفتش سیل منفیه دیگه بچه ها. سیل منفی، اینم سیل منفی. عدد کلور 17 با این یه بار منفی میشه 18، اینجا هم 17 با اون یه بار منفی میشه 18. برابر بهتر بود یکی دیگر رو بپرسه که ببینه شما حواستون به استثناء هستش یا نه. مثل یک داریم و مثل دو. مثل جز اون استثناء بوده که ترش میرسیدیم به سدی 4S. 4Sت میشد 1، سدیت میشد سدی 10 میشد. حل عبارتهای زیر رو با استفاده از واژه‌ها پر کنیم. اتانول و چی نمونه های سوخت سبز هستن؟ روغنایی دیگه دیگه، که در ساختار خود علاوه بر ببین اتانول اینه C2H5OH علاوه بر کربن و هیدروژن دارای اکسیژن نیست هستن. این جمله مهمیه داشته باش. پلاستیک های سبز پلیمرایی هستن که بر پربایی و معوادی گیار معرنده نشاسته نشاسته ساخته می شود. برای تبدیل کردن، برای تبدیل کربن دی اکسید به مواد معدنی، بچه ها واسه این که کربن دی اکسید CO2 رو تبدیل کنن به ماده کم ضررتر، میان با چی قاطیش میکنن؟ گفته در نیروگاه و مرکز صنعتی رو با میتونن با MgO ترکیبش کنن که میده MgCO3. یا CO2 رو میتونن با آهک خودمون آهک ترکیبش کنن، چی بده؟ CaCO3 کلسیم کربنات بده، که جوابش پس میشه منیزیم اکسید. این جای خالیش میشه منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید. من یزم هیدروکسید غلط ها، دقت کنید. با انتخاب مورد درست از داخل پرانتز عبارت به طور کلی اکسیدهای فلزی را اکسیدهای فلز بازی میده. آب گازدار میتونه، آب گازدار CO2 داره توش. CO2 خاصیت اسیدی میده یا با اکسید نافلزات خاصیت اسیدی میده؟ کسی که اسیدیه چیو میتونه خونسا کنه؟ باز رو میتونه خونسا کنه. سوتی ندیم ها. کجاییم؟ آب آهک کاغذ پیش رو آهک کاؤ بود، پس اکسید فلزیه یعنی بازیه، کاغذ پیش رو به رنگ آبی در میاره. حله دیگه دیگه دیگه، محلولی که از حل شدن گاز گوگرد دیوکسید در آب
در آب تهیه شده دارای بچه ها گوگل دیوکسید دیگه. اکسید چیه؟ نافلزیه. نافه اکسید نافه بار چندم. اینا دیگه جنبه تمرین داره واسه تون. سجاد بله. سریع میخوام اینجا رو درست بگیم، میخوایم غلط ها رو در بیاریم. باریوم اکسید بله. مشکلی داره؟ درسته کاملا. آیا فرمولش رو درست گفته یا نه؟ باریوم اکسید. باریوم کدوم گروهه؟ دومه. گروه دومه که دوبار مثبته. این دوبار مثبته. اکسیژن هم دوباره منفیه. پس اینو با هم ساده میشه. باریکلا بارهاش با هم ساده میشه. چی میده؟ بی آ او. بی آ او میده. این بی آ دو او چیه؟ پس این غلطه. درستش شد بی آ او. بله. بعدی کلسیوم دو یودید. درسته؟ کلسیوم دو یودید. کلسیوم اینجوری نبود دیگه. آها باره بچه ها سوتی ندید تو رو خدا. کلسیوم عضو گروه دوه. بله. آره دوباره مثبته. ولی شما نیاز نیستش که بنویسید کلسیوم دو. کلسیوم همیشه دوه. باره کلا. چه از این اعداد داخل پرانتز استفاده میکردیم؟ زمانی که یه نفر چند تا ظرفیت داشته باشه. چند ظرفیتی باشه. مثل آهن. مثل. اونا نیازه بگیم. واسه کلسیوم چرا میای عدد میگی؟ کلسیوم که همیشه دوه. حله. بله. پس کلسیوم معذرت میخوام. پس کلسیوم دو یودید غلط هستش. بله. باید بگی کلسیوم یودید. حالا فرمولش رو درست گفته؟ آره کلسیوم دوبار مثبت، یودید یه بار منفی، دوش بله. میره زیر اون، یکم میاد زیر این نوشته نمیشه. بعدی مس اکسید. آقا اصلا چیزی به نام گفتم مس خالی بگی میگم خدا نگهدار. دکمه رو بزن. چرا؟ باید ظرفیت چی درست کنیم؟ چون ظرف مس باید بگی یکه دوه کدومه. خب بیا اصلاح کنیم بریم. اینجا چه مدل مسی استفاده شده سجاد به نظره؟ بچه ها اکسید ما میدونیم دوباره منفیه بله. این مسه حتما دوباره مثبت بوده که با هم ساده شدن دیگه شده. چیزی توی زیربندا نرفته. پس اینجا مس دو داشتیم بله. پس باید بگه مس دو اکسید. بعدی سدیم اکسید فرمولش درسته؟ درست. چرا؟ سدیم گروه اول سدیم گروه اول او دوباره من فرمولش باید بشه Na2O. مرسی. منیزیم برومیده بله. منیزیم سجاد دوباره مثبته. برومید یه بار منفیه. با هم چی میدن؟ MgBr2. مرسی. سرعت بالا دوش هم بنویسید کوشش. آره MgBr. آهن دو سولفید بله. درسته؟ گوگرد ظرفیتش بله درست. اولا اینو درست گفته. آهن دو دمشکم واسه آهن شمارش رو ذکر کرده اما فرمولش اشتباه گفته بله. آهن دو یعنی آهن دوبار سولفید هم میدونیم دوبار اینا با هم ساده میشن FES میشه نه FES2 دو. کروم اکسید کروم چند ظرفیتی یه سوال کار کردیم کروم هم شبیه کی بود؟ شبیه آهن بود اونم دو سه داشتش کروم اکسید سجا دوباره منفیه بله. وقتی زیروندی نداریم حتما این دوباره مثبت بوده که ساده شدن دوباره. پس کروم دو اکسید پس اینجا رو باید مینوشت کروم دو اکسید بعدی آلومینیوم سه اکسید آلومینیوم دیگه اینو نداشت بچه آلومینیوم همیشه سه بار مثبت نیازی به ذکر کردن سه نداره باید بگی آلومینیوم اکسید تمام شد رفت همین دیگه ببین با همین یه دونه مثال همه چیز رو واسه تو مرور کردم و این مثال که اومده گفته توی این سیمکشی ها چرا از آلومینیوم استفاده میشه چرا از این روکش استفاده میشه این سوال آوردم جوابشم از خود جزوه آوردم همین سوال رو میپرسه جواباشم توی این بخشای سفید گذاشتم عیناً مینویسی به عنوان جواب من دیگه تکرارش نمی کنم واکنش زیر رو که گفته موازنه کنید بچه موازنه رو من تدریس کردم منتها واسه این که بهتر بشه شرایطتون این را اینها رو هم آوردم واسه این که تمرین کنید الان اینو موازنه کنید اینها رو موازنه کنید نام مواد به شرکت کننده در این حد نیاز نیستش که شما بلد باشید ولش کنید ولی حتما موازنهش انجام بدید اگه بازم نیاز به آموزش بیشتر دارید اون آموزش کامل موازنه رو نیم ساعتش هم ببینی کارت راه میفته گرچه تدریس هم کردم اینجا موازنه رو دیگه آها این یه سوال قشنگ از موازنه است که حیف از دستش بدیم بذار یه سوال جوندار از موازنه کار کنیم سجاد میگه با توجه به این اتفاقایی که اینجا افتاده واکنش رو بنویسید که چی هستش سجاد گلوله های سبز بی هستن چند تا بی داریم اینجا یک دو سه چهار پنج شش مرسی شش تا بی دیگه
چند تا قرمز داریم؟ قرمز ها کیان؟ آه. 6 تا آ داریم. میدهد بگو. 4 تا بی. 4 تا بی. 1 2 3 4 تا هم سی. 4 تا هم سی. سجا تکراری میبینی؟ خط بزن. بیو خط بزنیم بمون. 4 تا بی این بر. کلن پاچش کن میزنه 4 تا بی این بر رو به فنا میده 2 تا بی میمونه. دقیقا. چیا مونده سجاد یه جمع جورش کنیم؟ 2 بی به علاوه 6 آ میدهد 4 سی. من میگم این نمیتونه واکنش باشه. توی یه واکنش موازنه شده اعداد شما باید ساده ترین نسبت رو داشته باشن. الان این اعداد میتونن با هم ساده بشن. به دو ساده کنی چی میمونه؟ میشه بی 3 آ میدهد دو سی. پس این واکنش ما هستش. سوال قشنگی بود. بذار من واکنش اینجا بنویسم. بی به علاوه 3 تا آ میدهد دو تا سی. اگه جرم مولی بی و سی به ترتیب برابر با واسط جرم مولی بی رو داده چقدر سجاد؟ بی رو داده 28. خب آ رو داد سی رو داده 17. سی رو داده 17 بچه ها. بله. گفته جرم مولی زیر بغل ما رو داره میپرسه. اینه که مثلا بعضی الان حس اینو دارن مثلا سن سجاد فلانه، اسکندری فلانه، بگرد دنبال زاویه حاده فلان مرکز. فکر نکنید این تیپی ها. خیلی ایده قشنگی داره سوال. خوب دقت کنید بچه ها. توی یه واکنش موازنه شده قانونی داریم به نام قانون پایستگی جرم. اصلا موازنه هم اینو داره اثبات میکنه دیگه. قانون پایستگی جرم یعنی جرم این بر باید با جرم اون بر برابر بشه. پس من یه مساوی میذارم جرمای این بر مساوی جرمای این بر قرار میدم. باحال شد. سمت راست دو تا 17 تا داریم بلد. که باید با این بر برابر باشه بلد. چی داریم؟ یه دونه 28 تا به علاوه 3 تا آ داریم. 28 بره اون بر از این 34 کم بشه 4 تا 2 تا 6 میشه 6 تا. پس 3 آ مساوی 6 میشه. آ به دست میاد 2. پس جرم مولی این آ برابر میشه با 2. قشنگ بود؟ لذت بردی یا نه؟ قطعا بردی. و اما میخوام بحث مسائل استوکیومتری فصل دومم که قطعا سوال دارید با 3 تا نکته خوشگل جمع و جور مشتی که دو تاشو هم از فصل اول بلد هستی واسط جمع و جورش کنم. عشق دنیا و آخرت و امتحانتو ببری. برو بریم ادامه. بچه دقت داشته باشید که شما واسه امتحاناتتون نیاز دارید که روش مدرسه رو بلد باشید. چیزی که باید تحمل کنید دیگه. گرچه من روش زریبو بزن تو مولش که خیلی خیلی خوشگل و سرعتی میتونید سوالای استوکیومتری رو حل کنید رایگان توی جای مختلف، همچنان میگم اون لینکایی که در اختیارتون قرار میگیره رو فالو داشته باشید. همه اینا هستش. رایگان بشینید ببینید و لذت ببرید. ولی چیکار کنیم که باید روش کتاب درسی و واسه امتحاناتتون هم بلد باشید. آقا کتاب درسی ببین مدلای استوکیومتری این هستش که اولا دو تا ماده رو اطلاعاتش رو حالا یا یکیشو میده اون یکیشو میخواد یا یه چیزی از اون یکیشو میده این یکیشو میخواد. هرچی نسبت‌های بین مواد توی یه واکنش یکیش معلومه. دقیقا یه معلومه یه مجهول داریم دیگه. به عنوان مثال ممکنه هر چیزی از این ور رو بده هر چیزی از اون ور رو بخواد یا برعکس هر چیزی از اون ور رو بده یه چیزی از این ور رو بخواد. مثال دارم میگم. مثلا فکر کن لیتر یه ماده رو بده مثلا گرم یه ماده دیگر رو بخواد. ببین این یه ماده آه، این یه ماده بیه، این یه ماده دیگه است. حواست باشه چه مسیری داریم. خب ما باید اول لیترشو به مولش تبدیل کنیم به مول خود اون ماده. بعد از مول این ماده به مول ماده دیگه برسیم و از مول اون ماده مولشو که داشتی به هر چیزی که دوست داشتی میتونی تبدیلش کنی. یا مثلا فکر کن تعداد ذره اینو میده. بله. مثلا میلی لیتر این یکیو میخواد. تو تعداد ذره رو به مول، از مول این به مول این یکی میرسی، از مول اینم هر چیزی که دوست داشتی رو به دست میاری. منتها واسه اینکه قشنگ توی مسائل بدونی چه مسیری رو باید برید و چطور استفاده کنید و تک تک این کسرا نمره داره 25 صدم، شما از سه تا
نکته من استفاده میکنید. دو تاشو که فصل اول خوندید چیا بودن؟ یک، مول شاکلی در حل مسائل استوکیومتری، هر چی بهمون میداد اول تبدیلش میکردیم به مول. نکته دوم، هر جا مول دیدی کنارش عدد یک، هر جا گرم دیدی کنارش جرم مولی، هر جا تعداد ذره عدد آووگادرو، لیتر دیدی 22.4، البته در شرایط STP، اگر میلی لیتر دیدی 22400. اینو حواست باشه بهش. و نکته سومی که توی این فصل چرا این نکته سوم توی این فصل اضافه شد؟ توی فصل اول ما فقط یه ماده داشتیم، دقیقاً کلاً سر و کارمون با یه ماده. اینجا بچه‌ها یه واکنش داریم که ترکیب یه ماده با یه ماده دیگر رو میپرسه. به خاطر همین این نکته میزنه بیرون، خیلی هم ساده است. هر جا مول تقسیم بر مول زد بیرون، بچه ها میگم این یعنی چی؟ مثال هر میکنم، هر جا مول تقسیم بر مول زد بیرون داشتیم، از چی استفاده میکنیم؟ ضرایب استوکیومتری. اصلا ضرایب استوکیومتری چیه؟ همون اعدادی که توی موازنه استفاده میکنیم. پشت سر مواد یه سری اعداد وجود داره، به اونا میگیم ضرایب استوکیومتری. یه بار دیگه سجا سری، نکته اول هر چی دادن؟ به مول. نکته دوم، مول دیدی کنارش یک، گرم دیدی جرم مولی، تعداد ذره دیدی شد 200، کامل بگو زب در دم تام 23، لیتر دیدی 22.4، میلی لیتر 22.4. هر جا مول تقسیم بره مول دیدی از ذره بسکیم. بریم سوال حل کنیم. دستگرمی واسه اینکه مطلب جا بیفته واسه همه، اولین سوال. آقا گفته 90 گرم گلوکوز برای سوختن کامل به چند گرم؟ پس واکنش سوختن گلوکوزه. ترجیحاً باید حفظ باشه چون توی متن کتاب درسی هم اومده سوختن گلوکوز. اول ببین توی همه مسائل استوکیومتری یه واکنشی هستش که احتمال زیاد میده بهتون، مگه اینکه یه همچین واکنش باشه باید حفظ باشید. اطلاعاتو بیارید زیر اون ماده‌ای که مورد نظر هستش بنویسید. سجاد گلوکوز کدومه؟ گلوکوز اینه. واسهش مینویسم 90 گرم. حله؟ بله. اونو میخوام حلش کنم. بیاد به چند گرم اکسیژن؟ در مورد اکسیژن گرمشو میخواد. پس سجاد بله. گرم اینو داده، گرم این یکی میخواد. مسیری که داریم به نظر چیه؟ از گرم این به مول میرسیم. از گرم گلوکوز مله خود گلوکوزو به دست میاریم، از مول گلوکوز میپریم به مول اکسیژنو به دست میاریم، از مول اکسیژنم گرمشو به دست میاریم. این مسیر رو بریم ببینیم چجوری. آقا چی داریم؟ 90 گرم گلوکوز. قرار نیست مگه گرم گلوکوز رو به مول خودش تبدیل کنیم. خب چجوری گرم رو به مول تبدیل میکردیم؟ چیزی که میخوایم در صورت چیزی که میخوایم خط بخوره در مخرج. خب گرم میخوایم خط بخوره، گرم رو انداختیم مخرج. چی در صورت؟ مول گلوکوز در صورت. کنار مول عدد یک، کنار گرم جرم مولی. بچه 6 تا کربن با 12 تا هیدروژن با 6 تا اکسیژن جمع بزنید جرم مولیش میشه 180. تا اینجا سجاد گرم با گرم چی میشه؟ خط میخوره. با اعدادش فعلا کار ندارم، آخر سر حساب کتابشو میکنم. تا اینجا فعلا چی به دست اومد؟ مول گلوکوز. مول این آقا به دست اومد. بله. از مول گلوکوز بریم مول اکسیژن رو به دست بیاریم. صورت مول اکسیژن، مخرج چی میخوایم خط بخوره؟ مول گلوکوز. بچه ها نکته سوم، هر جا مول تقسیم بر مول دیدید از ضرایب استفاده کنید. ضریب اودو چند ساعت جات؟ 6. ضریب گلوکوز توی واکنش 1 بنداز اینجا. مول با مول خط میخوره. تا اینجا چی به دست اومده؟ مول اکسیژن به دست اومد. از مول اکسیژن تو باید بری گرم بشو. چجوری من مول اکسیژن رو به گرم تبدیل؟ گرم رو میخوام. اون چیزی که میخوایم باریک شلو در صورت گرم اکسیژن چی میخوایم خط بخوره؟ مول. کنار مول عدد 1، کنار گرم هم جرم مولیشو انداختم. او دو تا اکسیژن قصدینجا ننوشتم جرم مولیا رو، باید توی امتحانتون کنکور بدن. منتها نمیدم که عادت کنید ذهنی اینا رو حساب کنید. دو تا اکسیژن میشه 32، دو تا 16 تا 32، بقیه‌اش میشه حساب کتاب که الان اصلا وقتش نیستش من بخوام توضیح بدم، گرچه خیلی ساده و مسخره است. این بین 2 به 6 3 3 تا 96. یعنی چه باحال، جواب این شد 96 گرم. بله. یعنی 90 گرم گلوکوز توی بدن ما بخواد اکسایش آره انجام بشه، 96 گرم نیازه که ما اکسیژن تنفس کنیم تا این بسوزه. حله. مطابق واکنش، از واکنش 40 گرم چی؟ آهن سه اکسید. کدوم سجاد سری؟ Fe2O3.
فقط حواسمون باشه واکنش موازنه شده باشه، چون عدد میبینیم پشت مواد، حتی یه عدد هم دیدی پشت یه ماده، یعنی واکنش موازنه شده، نیاز نیست خودمون رو اذیت کنیم. خب چند گرم؟ 40 گرم از این بله. انتظار میره چند گرم آهن به دست بیاد؟ گرم این رو میخواد، دست گرمیه دیگه. بریم یه دونه حل کنیم. سجاد گرم اینو داریم، چی بنویسم؟ 40 گرم Fe2O3 اول به چی تبدیل کنی؟ به مول خودش. اصلا نکته اولمون این بود، هرچی دادن تبدیلش کن به مول. خب آقا اینو چجوری به مول تبدیل میکنم؟ صورت مول قشنگ تنبلی نکن و بنویس مخرج گرم Fe2O3 کنار مول عدد 1، کنار گرم جرم مولی، دو تا آهن با 3 تا اکسیژن. جرم مولی آهن رو ندادم اینجا، آهن 56 سوال میده بهتون بچه ها، اینم 16. دو تا آهن، دو تا 56 تا میشه 112 تا، 3 تا اکسیژن میشه 48 تا، 112 با اون 48 میشه 160 مجموعه، پس 160 شد. گرم با گرم خط میخوره. تا اینجا چی به دست اومد سجاد؟ مول. مول این آقا بچه ها به دست اومد. از مول این بپریم برسیم به مول آهن. میگفتم مول شاه کلیده. میبینی ما اول همه چی رو به تبدیل میکنیم به مول. مول رو میتونی به هر چیزی که دوست داشتیم تبدیل کنیم. بگذاریم. خب مول آهن رو من چجوری مول Fe2O3 رو چجوری تبدیل کنم به مول آهن؟ کسر مول به مول. صورت مول Fe مخرج مول Fe2O3. خیلی کسر طولانی شد، من این خورده خوشگلترش کنم. بله. آها مول تقسیم بر مول داریم، چی بزنه بیرون؟ از ضرایب. ضریب اف ای چنده؟ 4. ضریب این یکی اف ای 2 3 چنده؟ 2. مرسی. اینم با این خط میخوره، ضرب داره. تا اینجا مول این آهن به دست اومد، ما چیشو میخوایم؟ گرم. بریم این مول رو به گرم تبدیل. اون چیزی که میخوایم در صورت، چیزی که نمیخوایم در مخرج. کنار مول عدد 1، کنار گرم جرم مولی. این با این خط میخوره، بقیهش حساب کتاب. بچا اگر توی حساب کتاب توی امتحاناتتون به مشکل میخورید، همه اعداد رو انگولکش نکنید. چی کار کنید؟ همه اعدادی که توی صورت وجود داره رو بیارید ضرب در هم کنید، جوابش هرچند شد بنویسید اینجا. بله. همه اعدادی که توی مخرج وجود داره رو ضرب کنید، هرچند شد بندازید اینجا. آخر سر تو ماشین حسابت این تقسیم بر اینو حساب کن. بعضی از بچه ها میبینم اشکالی که دارن، یهو میان تو ماشین حسابشون میان 40 رو تقسیم بر 160 میکنن، حاصل رو ضرب در 4 میکنن، دوباره یه بار بعدش تقسیم بر 2، یعنی ضرب و تقسیم انقدر قرقاتی میکنن که آخر سر یه جوابای فضایی میده که ماشین حسابم هنگ میکنه. حواستون باشه صورت ها رو همه رو در هم ضرب کنید، یه جواب میده، مخرج و ضرب، آخر سر یه دونه تقسیم انجام بدید تمام بشه بره. بریم سوالا رو یه خورده جذاب ترش کنیم. کیسه هوای خودرو با گاز نیتروژنی که از تجزیه سریع سدیم مازیت پر میشه. آقا میگه کیسه هوای خودرو با یه گازی به نام سدیم آزید پر میشه که توی این واکنش سجاد یکی میگه وای سدیم آزید چه، من اصلا نشنیدمش خودرو، الان تو واکنش ما سدیم آزید چیه؟ میگم بابا کلی بازی در نیاریم دیگه، قطعا ما میتونیم حل کنیم. ببین تو قطعا وقتی حرفه‌ای کار میکنی از پس حل سوال باید بتونی بر بیای. خودتو نباز، بیا ببینیم بررسی کن سجاد. خدا وکیلی بین همه این موادی که تو واکنش سدیم اینه دیگه، خب اینه دیگه، قطعا این میشه سدیم آزید. آقا این سدیم آزید ماه. بله. گفته اگه حجم کیسه هوا 65 لیتر باشه. سجاد بچه ها گفته بود کیسه هوا با چی پر میشه؟ سدیم با نیتروژن، با گاز نیتروژن پر میشه. بله. این کیسه هوا رو میخوایم 65 لیتر پرش کنیم، با چی گفتیم پر میشه؟ نیتروژن. پس این نیتروژن ما چند لیتره؟ 65 لیتره. لیتر اینو داده. بله. گفته با گاز نیتروژن چند گرم سدیم آزید باید تجزیه بشه؟ گرمه. اینو میخوایم. منتها الان بعضی از بچه ها میگن آخ چون استاد لیتر اینو به مول تبدیل میکنیم، از مول این میرسیم به مول این، از مول اینم گرم رو به دست میاریم. بچه ها اینجا شرایط استیپی نیست که شما از 22.4 اینا بتونید استفاده کنید. چی کار باید کنید؟ خوب دقت کنید سوال رو تا آخر بخونید. گفته چگالی گاز نیتروژن 0.9 گرم بر لیتره. اینجوری بخوام بنویسم چگالی یا همون دی، چگالی رو من با دی نشون میدم، چگالی 0.9 گرم بر روی لیتره.
اوکی تا اینجا حل. الان واسه حلش چند تا راه داریم. این چگالی کیه بچه ها؟ نیتروژن. سجاد چگالی مساویس با 9/10 گرم بر لیتر. ای چه باحال، حجمش هم که داده 65 لیتر. ای چه باحال میزنه بیرون. تو من میخوام به دو مدل این رو حل کنم که شما قشنگ همه چیز رو متوجه بشید، هر دو مدلش رو یاد بگیرید که به درد قسمت‌های بعدی هم میخوره، امتحانتون باید از این سوالا داشته باشید. ببین منو سجاد، من الان چگالی رو اینجا دارم، فرمولش رو میارم، چگالی زیر خود نیتروژن دارم مینویسم، اما چگالی مساویس با واحدش رو چی داده؟ گرم بر لیتر. یه لحظه من یه سوالی بپرسم. وقتی میگه چگالی 9/10 گرم بر لیتره، یعنی تو هر یه لیترش 9/10 گرم جرم داره، یا توی هر 10 گرم. بچه ها بذارید یه خورده واحد خانی یاد بگیریم. واحد خانی میگیم مثلا چگالی مساویس با 9/10 گرم بر لیتر، یعنی هر یه لیترش 9/10 گرم جرم داره. یه مثال دیگه میزنم، مثلا میگه HCl مثلا مولارش هست 2 مولار، واحد مولار هم مول بر لیتر، فصل سوم میخونیم، یعنی 2 مول بر لیتر. آفرین بچه ها، 2 مول بر لیتر یعنی چی؟ یعنی تو هر یه لیترش 2 مول داره. اینا رو یاد بگیرید، میخوایم ازش استفاده کنیم توی این مدل دومی که میخوام آموزشش بدم. بگذاریم برگردیم سر بحث اصلی خودمون. سجاد در مورد نیتروژن چگالیشو داریم، لیترش هم داریم. من نوشتم واحد چگالی رو نوشتم، دی مساویس با گرم بر لیتری که خودش داده بود. سجاد چگالی رو داده، درسته؟ چقدر داده؟ 9/10. من اینجا مینویسم 9/10. بله. لیترم داده، پس اینم میتونم خط بزنم بنویسم 65 صدومه، نه 65 خالی بود، من اشتباهی داشتم مینوشتم 65 صدومه. خب 65. بله. از اینجا چی به دست میاد؟ گرم. یه طرف این وسط اینه دیگه، برو بریم گرم به دست بیاریم. گرم مساویس ما میشه 65 منهای 6.5 دیگه، یعنی من اینو یک در نظر گرم ضربه همین دیگه. خب 9 تا 65 تا 9/5 تا 9/5 تا 45 تا 1/4 کنار. 9/6 تا 54 تا 54 تا چند کنار بود؟ 9/5 تا 45 تا 5 نوشتیم، 4ش رو گذاشتیم کنار. 9/4 تا 36 تا 9/4 تا میگم چرا 9/6 تا 54 تا با اون 58. اعشارم داریم جان، من یک در نظر گرفتم، یه 1/10 کم کردی. دقیقا کار درستی. خب بچه گرم اینجا کی به دست اومد؟ گرم نیتروژن. حل تا اینجا. بله. ای چقدر باحال بچه، حرفی از چگالی یه نفر زد، باید کاری که من گفتم رو کنید، بندازید توی فرمول چگالی، هر چیزی که داشتی یه چیزی بهت میده. الان من فرمول چگالی که داده، واحد چگالی رو داده چی؟ گرم بر لیتر. نوشتم چگالی مساویس با گرم بر لیتر. چگالی رو داریم، لیترم داریم، به من چی میده؟ گرم. الان من گرم نیتروژن رو دارم سجاد. بله. من اینو با قرمز بنویسم. این آقا نیتروژن گرمشو من به دست آوردم، چقدر؟ 58.5. الان شد این مسائل قبلیمون. گرم اینو داریم، بریم گرم اینو به دست بیاریم. چه مسیری باید بریم؟ گرم اینو تبدیل میکنم به مول. از مول نیتروژن میرسم به مول سدیم آزید، از مول سدیم آزیدم گرمشو به. بیا مسیرشو بریم سجاد. گرم این چقدره؟ 58.5 گرم چی؟ نیتروژن. اینو سفیدش کنم. 58.5 گرم نیتروژن ضرب در صورت. اول که گرمشو اول میخوایم به مول تبدیل کنیم. صورت مول نیتروژن، مخرج گرم نیتروژن، کنار مول یک، کنار گرم جرم مولی.
نیتروژن جرم مولیش اینهاش. البته خیلی عدد دقیقی داده، گفته یه مول نیتروژن رو بگی 28 ممیز 0.2 ما هم میگیم جهنم، بگیریم همون 28.02 گرچه باید همون 28 بگیریم. بگذاریم دیگه، سوال خوش گفته. خب گرم با گرم خط میخوره. تا اینجا مول نیتروژن اینها، این آقا نیتروژن مولش به دست اومد، از مول این برسیم به مول اون یکی صورت مول چیزی که میخوایم سدیم آزید به مول اندوی که میخوایم. مول تقسیم بر مول داریم ضرایبه. حالا ضریب NaNSه 2 ضریب اندو 3، این با این خط میخوره. حالا ما این مولش رو به دست آوردیم، باید تبدیلش کنیم به گرمش. صورت گرمه کی؟ گرمه سدیم آزید به مول سدیم آزید. حالا این ازیادتون میکنه مول سودیوم آزیده بس. کنار مول یک، کنار گرم جرم مولی میذاریم. خودش گفته 65 ممیز 0.2 میگیریم. کاری که میکنی تمام شد. صورتها رو در هم ضرب کن، عددشو بنویس، مخرجها رو در هم ضرب کن، عددشو بنویس، آخر سایی یه تقسیم انجام بده، جواب به دست میاد. منتها من اینو میخوام همشو بیارم توی همین زنجیره انجام بدم. یعنی اون کاری که اول انجام دادیم بله. چگالی اینو داده انداختیم توی فرمول آه. گرم به دست آوردیم، میخوام اونو هم بیارم توی بخش زنجیره قاطیش کنم. یعنی میشد همشو یه راست نوشته. چی جوری؟ از همون واحد خانی که گفتم، واحد چگالی رو اینجا چند داده به ما؟ واحد عددشو گفتم، واحدش چیه؟ گرم بر لیتره. یه لحظه دقت کنید، من اینو میارم زیر خود نیتروژن مجدد می نویسم. نیتروژن واحدش چگالیش بیا 9 دهم چی؟ گرم بر لیتره. لیترش هم به همون داده بود 65. دو تا چیز ازش به ما داده بود و از ما چیو میخواست؟ گرم این آقا رو میخواست دیگه، گرم این آقا. واسه به دست آوردن این آقا باید از اون یکی کمک بگیریم دیگه. حله، با یه چیزی از این باید شروع کنیم. ببین همه چیزو میخوام بیارم توی همین روش زنجیره‌ای جمع و جور بنویسم که داشته باشیم. سجاد با بله. کدوم شروع کنیم؟ با چگالی یا با لیتر؟ با لیتر شروع میکنیم. فرقی داره؟ نه، با هر کدوم عشقت بکشه میتونی. بیا من با لیتر شروع میکنم. 65 لیتر چی دارم؟ نیتروژن. یه لحظه نگه دار، مجدد بگم بچه ها، تو واحد چگالی ما چی داریم؟ گرم بر لیتر. یعنی هم گرم داری هم لیتر داری، یعنی به واسطه این چگالی شما میتونید گرم رو به لیتر تبدیل کنید، لیتر رو به گرم تبدیل کنید، چون خودش تو واحدش هم گرم داره هم لیتر. این چگالی به شما کمک میکنه که گرم رو به لیتر، لیتر رو به گرم، هر جا نیاز داشتی ازش میتونی استفاده کنی. حالا چی جوری؟ بیا اینجا سجاد، 9 دهم گرم بر لیتر یعنی چی؟ یعنی هر یه لیترش 9 دهم گرم جرم داری. آره دیگه، هر لیتر 9 دهم گرم. سجاد این لیتر رو من میخوام یه جوری به گرم تبدیل کنم، لیتر نیتروژن. یه تو ما گفتیم که معذرت میخوام بین حرفت، لیتر رو استاد هرچی بهمون داده بودن که ما اول باید تبدیلش میکردیم به مول. یه لحظه نگه دار، چون واحد چگالی داری، به خاطر همینه بچه چگالی رو ضعف دارن انقدر، چون چگالی داریم توی چگالی چیه؟ هم گرمه هم لیتره. یعنی هم گرم رو میتونی به لیتر تبدیل کنی هم لیتر رو به گرم. ما چون چگالی داریم اینجا مستقیماً لیتر رو به گرم تبدیل میکنیم. یعنی یک چسب مینویسم که صورتش چیه؟ گرمه، مخرجش لیتره. این لیتره قراره با این لیتره ساده بشه. چه ماده ای هم هست؟ نیتروژن و نیتروژن. چی داشتی میگفتیم؟ معذرت میخوام، همینو میخواستی بگی. حالا الان کنار اینا چه اعدادی بنویسم؟ از تعریف خود چگالی استفاده کن سجاد. 9 دهم گرم بر لیتر یعنی چی؟ یعنی هر لیتر 9 دهم گرم، یعنی هر یه لیتر 9 دهم گرم جرم داره. تمام شد رفت.
یعنی همون کاری که ما تو مدل قبلی داشتیم حل میکردیم، مینداختیم توی فرمول چگالی، چگالی رو داریم، لیتر رو داشتیم، گرم به دست می آوردیم، طرف این وسطه می کردیم، همش آوردم همینجا انجام دادم. الان چی میشه سجاد؟ لیتر با لیتر ساده میشه. تا اینجا چی به دست اومده؟ گرم نیتروژن رو الان داری. گرمش رو میتونی به مولش تبدیل کنی، از مولش برسی به مول این آقا، از مول اینم گرمش رو به دست، همون مسیر قبلی. بریم گرم نیتروژن رو چجوری به مول تبدیل کنم؟ مول نیتروژن بالا، گرم نیتروژن پایین، کنار مول، عدد کنار گرم، جرم مولی نیتروژن که 28.02 داده، ادامهش میشه همون روند قبلی. یعنی فقط اینجا رو من اضافی کردم. حالا باز یه کرمی میفته تو ذهن بعضی از بچه‌ها، میگن استاد شما با لیتر شروع کردید، لیتر نیتروژن، من دوست دارم با چه گلی شروع کنم؟ میگم یه نتریفه دو چپ میریم با اون شروع کنیم. حله؟ حله. شما هر چیزی که به سرتون بزنه نگران نباشید، ما بررسی میکنیم. قصه میخورید چرا؟ اسکندری، نویدی، فهموز، همین جان که شما قصه نخورید. آقا با چگالی شروع کنیم. آقا چگالی چیه سجاد؟ 9/10 گرم بر لیتر. چون اینجا لیترم داریم میتونیم از بین ببریم اینو، چون تو مخرج یه لیتر داریم. لیتر مخرج با چی میتونه ساده بشه؟ با یه لیتری که توی صورت باشه. کنار این لیتر چی بذارم؟ 65. لیتر با لیتر ساده شدی، همون قبلی است، همون چیزی که الان نوشتیم، فقط اونجا اول با لیتر شروع کردیم، اینجا اول با چگالی شروع کردیم، این قبلی. توی قبلی 65 ضرب در 9 دهم می‌کردیم، الان 9 دهم داریم ضرب در 65 می‌کنیم، پس چیزی عوض نشده. و انواع اقسام، ببین یه سوال رو به سه مدل مختلف داریم حل می‌کنیم تا بدونی که چیز عجیب غریبی نیست، استوکیومتری خیلی ساده است. بگذاریم سوال بعدی یه خورده جذابترش هم کنیم. مخلوط، فکر نکنم واسهتون از این سوال مطرح بشه، ولی خب من حل میکنم که این تیپ سوالم اومد بتونی از پسش بر بیه. مخلوطی از متان و هیدروژن را با اکسیژن کافی، میگه یه مخلوطی از اینا رو، مخلوطشونو، دو تا واکنشا. باز مشکلی که خیلی از تدریس اشتباه توی ذهنشون ایجاد میشه. استاد به ما گفتن هر وقت دوتا واکنش داشتیم بریم یه ماده مشترک پیدا کنیم، ذرایب را یکسان کنیم، بعد خب اینجا میریم همون کار رو میکنیم. جواب نمیده. بچه ها زمانی شما از ذرایب مشترک، ماده مشترک استفاده میکنید که مثلا برگرده بگه، مثال دارم میگم، آبی که از اینجا تولید شده توی یه واکنش دیگه مثلا شرکت، یه مثال همینجوری، مثلا مقدار، مثلا نصف آبی که در واکنش اول تولید می شود را میبریم توی واکنش دوم استفاده می کنیم، بعد برید مثلا دارم میگم گرم اکسیژن رو به دست. خودش داره ارتباط ایجاد میکنه بین یه واکنش که از اون یه ماده برداشته کرده توی یه واکنش دیگه، ولی اینجا واکنش ها متمایز هستند. متمایز الان این چیه؟ یعنی جدا از هم هستند، هیچ ربطی به هم ندارن، فقط یه مخلوطی از این و اینو برداشته قاطی کرده، واکنش داره انجام میشه. سه هاشدار داره کار خودشو میکنه، هاشدار داره کار خودشو میکنه، منتها از شانس ما اینا ترکیب شده که ما رو اذیت کنه. چی کار میکنیم؟ گفته در نتیجه سوختن اینا، بله، یعنی این مخلوطه رو میسوزونیم، در مجموع چقدر آب؟ 36 گرم. خب بچه ها 36 گرم، سجاد 36 گرم آب تولید شده. الان کدوم اینا 36 گرمه؟ هر دوتاش، یعنی اینو این روی کل آبی که تولید شده 36 تا بوده، یعنی مجموع اینجا 36 بوده. ما نمیدونیم چقدرش واسه این بوده، چقدرش واسه این بوده، پس فعلا این کمکی به ما نمیکنه. نگه دار. بله. و چی؟ 5.6 لیتر کربن دی اکسید تولید شده. یکی شاخکش تیز میشه میگه کربن دی اکسید فقط توی واکنش اوله چقدر تولید شده سجاد؟ 5.6 لیتر. بچه ها یه دونه اطلاعات درست از یه ماده توی یه واکنش داشته باشید، میتونید همه اطلاعات مواد دیگر رو به دست بیارید. مثلا دارم میگم
بله. لیتر اینو داریم؟ میتونیم بریم گرم اینو به دست بیاریم، میتونیم گرم اینو به دست بیاریم، میتونیم گرم اینو به دست بیاریم، هر کاری دیگه اشخون بکشه. اصلا استوکیومتری ارتباط و نسبت بین مواده که میتونیم ازش استفاده کنیم. سجاد، بله. چقدر کلن آب تولید شده بود؟ 36 گرم. اوکی، ما نمیدونیم چقدر از اون 36 تا اینه، چقدرش اینه. میگم یه حرکت باحال بزنیم. لیتر اینو که داریم، بله. بریم به کمک لیتر این آقا گرم این لامصب رو به دست بیاریم که اینو از 36 کم کنی. آها، بشه گرم این. شاید الان بعضی متوجه نشده باشم. بذار سوال حل کنیم. بله. از لیتر این بریم گرم اینو به دست، بله. بیاریم. نگه دار. 5.6 لیتر چی؟ CO2. اول به مول تبدیلش میکنیم. بله. مول CO2 مخرج لیتر CO2. شرایط STPه؟ بله. در شرایط استاندارد. یعنی میتونی از 22.4 کنار لیتر استفاده کنی. اینجا هم یک لیتر با لیتر ساده میشه. مول CO2 رو تبدیل کن به مول مرسی مول H2O مخرج مول CO2. سجاد، مول تقسیم بر مول داریم. ضرایب، ضریب آب 2، ضریب CO2 1. مول با مول خط میخوره. بله. از مول آب برس به گرمش که میخوای. گرم آب مول آب 1 18. دو تا هیدروژن با یه اکسیژن میشه 18. این با این خط میخوره. جوابشو به دست بیار. بریم به دست بیاریم. بریم به دست بیاریم. خب. بچه‌ها 5.6 با این ساده میشه. این عدد 4 برابر این هستش. حله؟ اوکی. 4 با 2 ساده میشه. میمونه. 2. با اینم ساده بشه میشه. 18 با 2 هم ساده بشه. 9 چی؟ گرم آب. یه لحظه دیگه. گرم آب شد چقدر؟ 9 گرم آب داریم. اه چه باحال، تو واکنش اول 9 گرم آب تولید شده. اوکی، چی کمک کرد ما اینو به دست بیاریم؟ اطلاعات دقیقی که از این داشتیم. سجاد، بله. مجموع آبی که تولید شده بود چقدر بود؟ 36 تا. که از کل این 36 تا 9 تاش واسه اینه. پس بقیهش میشه؟ بله. این آب. پس این آبه میشه کل اون آبه منهای این نقطا. چقدر؟ 27. 6 کم میکنیم. 30. یه ستای دیگه 27. این شد 27 گرم آبی که قشنگ توی واکنش دوم وجود داره. اوکی. گفته جرم هیدروژن رو حساب کنید. الان من میتونم جرم این هیدروژن رو به دست بیارم. چی جوری؟ یه نفر تو این واکنش وجود داره به نام آب که اطلاعات دقیقش رو داریم، گرمش رو داریم. از گرم این خوشگل برو گرم این رو به دست بیارم. بنویسم گرم آب رو اول تبدیل اینجوری 27 گرم آب رو اول تبدیلش کنید به مول آب. از مول آب برسید به مول هاشتو. از مول هاشتو هم گرمش رو دست بیارید. جذاب بود؟ دوست داشتید؟ بیاید بریم ادامه. بیاید بریم چند تا سوالم کار کنیم. آها، در رابطه با اون روابط پی وی و تی و اینها یه سوال میخوام کار کنم. استوکیومتریتون هم بستیم، سوال جذابی بودن. کلیات دیگه دستتون اومد، اطلاعاتی از یکی میده، اطلاعات از یکی دیگر رو به دست میاد. دیگه واقعا واسه امتحانات نباید سنگین تر از این داد. دیگه سنگین تر از این خدای دیگه میره تو فاز کنکور که خیلی سوال سنگین تر رو توی همون فصل صفر رایگانی که در اختیارتون قرار دادم گذاشتم. اگر در دمای 214.5 درجه سلسیوس چگالی گاز گوگرد دیوکسید 2 گرم بر لیتر باشه، خودش گفته چگالیش 2 گرم بر لیتره، یعنی هر یه لیترش 2 گرم جرمه. فشار گاز در شرایط اندازه‌گیری چقدر؟ فشار، آها، ببینید یه چیزی رو من تعریف کنم. شرایط استاندارد یا STP چی بود؟ فشار یه اتمسفر و دمای صفر درجه. توی شرایط STP بچه ها یه مول از هر گازی 22.4 لیتر حجم داره. یه بار دیگه، یه مول از هر گازی چقدر حجم داره؟ چقدر لیتر داره؟ 22.4 لیتر حجم داره. حالا
همیشه که شرایط استاندارد و استیپی نیست. ممکنه توی یه شرایطی یه آزمایشی بر مثلا یه آزمایشی مثلا حالا اینجا که شرایط اوکیه، حالا شرایط آزمایش یه جوریه که دیگه استیپی نیست، مثل خیلی از واکنشایی که دارید میبینید، خیلی از سوالایی که اصلا استیپی نیسته دیگه، اونجا 22/14 هم نیست، یه عدد دیگه ایه. سوال دقیقا همینو میپرسه که باید چی کار کنید. وایسا، رابطه ای که به شما کمک میکنه بتونید به دست بیارید P1 V1 به روی T1 که اینجا تی دمای بر حسب کلوین، تو میندازی سمت راست P2 V2 به روی T2، پی که فشاره، وی هم حجمه. اوکی تا اینجا هد. ما اینو سفیدش کنیم. بله. فشار تو شرایط عادی و استیپی رو داریم چقدره؟ بله. یه اتموسفر. خب میذاریم یک. حجمش چقدره؟ 22/14. اصلا کلن تو شرایط استیپی حجم رو میگیریم 22/14. یه طرف استاندارد دیگه. اینجا چی؟ 273 کلوین یا 0 درجه؟ آبارکلا، شرط استیپی 0 درجه است که درجه رو میخوای به کلوین تبدیل کنی، درجه سلسیوس رو به علاوه 273، 0 به علاوه 273 میشه همون 273. سمت چپ مشخصه. بله. سمت راست ما اینو میخوایم به دست بیاریم. خودش گفته فشار گاز در شرایط اندازه‌گیری، یه آزمایشی داری من چرا اینو گمش میکنم، یه آزمایشی رو داره اجرا میکنه که یه شرایط ویژه‌ای داره، گفته تو اون شرایط آزمایش برو فشار رو به دست بیار. خب من میگم شرایط دماش چقدره؟ 214. آها، اگر در دمای 214 فلان که اینجا الان باید ما 214.5 رو به علاوه 273 کنیم، چرا؟ تا به کلوین تبدیل بشه. کلن تو این فرمول اینجا باید کلوین ما قرار بدیم. تنها چیزی که نداریم و اذیتمون میخواد کنه این حجمه. سجاد، ما گفتیم اینجا شرایط استیپیه، ما میدونیم تو شرایط استیپی یه مول از هر گازی چقدر حجم داره؟ یه مول از هر گازی 22.4. بریم ببینیم تو این آزمایشه یه مول از اون گاز چقدر حجم داره. یه بار دیگه، تو شرایط استیپی یه مول 22.4. بریم ببینیم تو این آزمایشه یه مول چقدر حجم داره. خب بیا بررسی کنیم یه مول از اون گازه چه گازیه؟ گوگل دیوکسید. میخوام ببینم چقدر چی داره؟ حجم داره. حجم داره. نگه دار. من مول رو آخ سجاد جد یه چیزه با حال داره در میاد. من میخوام چی رو الان به دست بیارم؟ حجم رو. حجم رو. چرا؟ یه بار دیگه میگم، ما میگیم در شرایط استیپی یه مول از هر گازی 22.4. بریم ببینیم یه مول از این گاز چقدر حجم یا لیتر داره. پس من هدفم اینه یه جوری الان خودم رو برسونم به لیتر SO2، از این مولش برسونم به لیترش. به من یه تقلب داده. چگالی؟ گرم بر لیتر. معنی دو گرم بر لیتر چیه؟ یعنی هر یه لیترش دو گرم جرم داره. اصلا وقتی به چگالی میده واحدش هم گرم بر لیتره، یعنی هم میتونی گرم رو به لیتر تبدیل کنی، هم لیتر رو به گرم تبدیل کنی. بیا ببین چه حرکتی میزنم. من اول این SO2 که مولشو داریم و اول به گرم تبدیل میکنم. چی جوری؟ مخرج مول، صورت گرم. هر یه مول SO2 چند گرم SO2؟ جرم مولیشو میذارم. بچه جرم مولی ها رو نداده. گوگرد 32، اکسیژن 16. یه گوگرد با 2 تا اکسیژن میشه 32. نگه دار. چرا من اومدم اینجا الان گرمشو به دست آورد؟ ببخشید 64. یه گوگرد 32 با 2 تا اکسیژن که اونم 32 با هم میشن 64. من الان گرمو به دست آوردم. حالا که گرمو دارم به واسطه چگالی میتونم مستقیم فرد تبدیلش کنم به لیتر. چی جوری؟ صورت مینویسم، چگالی استفاده میکنیم دیگه، لیتر SO2 مخرج گرم SO2. چگالی دو گرم بر لیتره، یعنی هر
یه لیترش دو گرم، دو گرم جرم داره، گرم با گرم خدافظ. جواب بر حسب لیتر به دست میاد. به به چه جذاب. خب 64 به 2 ساده کن، 32 حاصل میشه. 32 چه بال، 32 لیتر. حجم ما توی این شرایط آزمایش چنده؟ 32. بقیهش تمام شد. یه طرف این وسط این خیلی ساده، فقط پی رو میخواییم، از اینجا پی رو به دست میاریم، میشه 1.25 اتمسفر. سوال قشنگی بود، سوال سنگینی هم بودش، اما نیاز بود که یاد بگیرید. پس یه بار دیگه تو شرایط استاندارد یه مول چقدر حجم داره؟ 14. رفتیم به دست آوردیم توی این شرایط آزمایش که این آقا گفته یه مولش 32 لیتر حجم داشت. این هم از این و فصل دو ایزی ایزی تمام تمام. من اینجا همی کثیف‌کاری از قبل داشتم، فصل دومم هم همچنان پرقدرته بسته شده. میریم فصل سه رو هم خوشگلتر و ترتمیزتر و جذابتر از همینم میبندیم و سال دهمتون فرت میره، تمام میشه، شما میرید. ببین رسمن داریم همایش که برگزار میکنیم واسه کنکوریا و همه چیزو با تست مرور میکنیم، فقط فرم تست عوض شده، همچنان با همون وسواس و همون کیفیت داریم با سوالات امتحانی این کارو میکنیم تا خیالتون راحت باشه. خیلی دوستتون داریم، برید یه استراحت داشته باشید و بیایید فصل سه رو استراحت. خیلی خوبه.